ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خره خلاص د سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم ستاسو په خدمت کې او د افغانستان په پیښو به ان شاء الله سره خبرې کوو. دوستان عزیز عرض سلام او احترام خدمت یې همه. بسم الله الرحمن الرحیم. اوضای افغانستان البته که با اوضای جهانی پیچ خورده قابل تحلیل هست و آنچه در داخل افغانستان چیزی آنچه مگذره و آنچه در بیرون کشور در کشورهای چون ایالات متحده امریکا و دیگه اکناف جهان تاثیر گذار است بالای وضع کنونی افغانستان. البته در وارسا نشست سران ناتو خواهد بود و تعهد از اینکه برای افغانستان یک بودجه پنج ساله تعیین شود و بیشتر پولهایی که به افغانستان فرستاده میشه در بخش مدافع و جنگ علیه ترور و تروریسم خواهد بود. خبر مهم بود در اخبار و خبر مهمتر از او حتی جنگ های سرحدی میان افغانستان و پاکستان در منطقه تورخم که البته از دیروز فتره یا به این سو گل کرده بود و بیشتر مطبوعات بالای مسئله صحبت می داشتن. شخص یا افسر سرباز افغان به نام ضیاءالرحمن در اونجا تلف شدن و با برخورد با پلیس یا عسکر سرحدی پاکستان در منطقه تورخم در حدود 20 نفر زخم برداشتند و امروز جنازه از او در منطقه ننگرهار به خاک سپرده می شد و یقینا یک ضایعه است و حکومت افغانستان اونا را شهید تاریخ افغانستان می دانه که از خاک دفاع صورت گرفته و در این محفل هم همینطور بود که در برابر تاسیسات پاکستان که البته در درون خاک افغانستان از سرحد تورخم به این طرف تاسیساتی را میخواستن داشته باشه و احداث بداره جنگ سرحدی در گرفته و از طرف پاکستان هم یکی از افسران نظامی پاکستان اونا جراحت برداشته بودند در برخوردهای سرحدی و بالاخره جان دادن. دو طرف ها تلفات دارن و البته تحلیل به می است که خود سرحد افغانستان با پاکستان خصوصا راه تورخم که راه مواصلاتی کالام و اموال کارآمد افغانستان شمرده میشه یک سرحد بسیار مهم هست، حداقل در شرایط موجود و در طول سالها همینطور بوده چون افغانستان یک کشور مهات به خشکه هست و احتیاج یک راه یا منفذ عبور و مرور و وارد و صادر کالاهای کارآمد و مسائل کارآمد گفتم میتونیم مسائل اولیه افغانستان از این طریق وصل میشه و ترانسپورت میشه در همین تو یک سرحد که البته سرحد تورخم مسدود گردیده. به هر حال در فیسبوک آقای امرالله صالح هم بیاناتی داشتن و آقای زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان اونا را متهم ساختن برای که قبلا با پاکستان ساخت و بافتی داشتن که تاسیسات پاکستان در خاک افغانستان صورت بگیره. زاخیلوال او را رد کردن در فیسبوک. البته این خبر مهمه مطبوعات همی بود بیشتر بالای این مسئله زیاد صحبت شد و ای که اگر با جنگ خلاصه میشه و برخوردهای نظامی صورت میگیره به منفعت هیچ کسی نیست، باید از راه سیاسی و دیپلماسی مسائل حل و فصل بگرده. سیاسیون افغانستان یا تحلیلگران البته او را بیشتر سفارش میکردن. آمدیم بالای وضع خود امریکا که البته باز هم امریکا در یک ماتم و سوگ 50 نفر کشته و چند نفر 50 و چند نفر زخمی که بعضی از اونا به حالت بسیار وخیم در بیمارستان به سر میبرند، باز هم مطبوعات امریکا را اکثرا احتوا داشته و
بالای مثلا بیشتر صحبت میشه و البته امریکا شوک دیده و اقالتی بسیار بدی بالای کشور آمده. متاسفانه در منزل یکی از افغانای ما که البته دیروز مصاحبه هم صورت گرفت، آقای صدیق متین، پسری از اونای جرم مرتکب شده و ایسانیه را بار آورده که البته هم اسم مسلمان و هم افغان بالای پسر آقای صدیق متین هست و لکی از او به اسلام و افغانستان میرسه و تأسف و تعلم است. و بیشتر در طول یک روز قبل و قبل از او در روزی که روز دوشنبه یا یکشنبه این حادثه صورت گرفت، مفصل از طریق تلویزیون پیام افغان صحبت شد و دیروز خود آقای صدیق متین هم در این رابطه با ما صحبت کردن و با افغانای ما البته صحبت های من نظریاتی از اونا هم گرفته شد در این راستا. و یک مصاحبه بسیار مهم آقای کرزی در سی این این و در بی بی سی پخش شد که او را ما فارورد کردیم برای فرزاد جان که دارین او را فرزاد جان. او بسیار جالب بود. آقای کرزی البته برای بی بی سی که البته به زبان فارسی صورت گرفته بعضی نکات خوبی داشتن و اونا گفتن در این رابطه جالب بود برای ما توجه بدارین به صحبت آقای کرزی در رابطه با همی حمله عمر متین در یکی از دیسکوهای همجنس بازان امریکا که البته ثانیه بار آمده صحبت داشتن و مصاحبه با اونا داشتن. توجه بدارین؟ احساس بسیار اندوهناک و اسفناک و غمشریکی با مردم امریکا از دید یک افغان، از دید باشنده افغانستان، از دید مردم افغانستان. ما هر روز مواجه با تلفات ملکی و کشتار مردم هستیم. پس ما این درد از هر کسی که بهتر درک داشتیم و احساس داشتیم و می دلیلم فورا غم شریکی کردیم و این یک عمل خشن غیر انسانی دانستیم و شدیدترین الفاظ تقبیل کردیم. در مورد خود حادثه چی فکر میکنید؟ آیا میشه گفت که نشان دهنده این است که افراط گرایی در اینجا دخیل بوده و بعد هم این افراط گرایی به نوعی مرتبط شده به افغانستان؟ به افغانستان نمیتونه مرتبط شد. شاید افراط گرایی بوده باشه، شاید شخصی بوده باشه، شاید عقده های شخصی بوده باشه. عقده های شخصی انسان به مفکوره های جذب میکنه و یا به کارهای وامی داره که شاید در اصل ارتباط به اندیشه و یا فکر و یقیده نداشته باشه. شخصی که این جنایت مرتکب شد متولد امریکا بود، محصول جامعه امریکا بود، نه جامعه افغانستان. در اونجا تحصیل کرده بود، در اونجا کار میکرد، در وظیفه امنیتی بود و پس هیچ ارتباطی جز ای که از والدین افغان به دنیا آمده بود با افغانستان نداشتم. به فکر نمی‌کنم سفر هم با افغانستان گاهی کرده بوده باشه. پس یک شخص آمریکایی بود و جرم مرتکب شد و عمل بسیار ضد انسانی کرد، خصوصا ضد اسلامی کرد، ما تقبیحش میکنیم. برای با افغانستان هیچ ارتباطی نداره. از طرفی هم اینطور به نظر میاد که پدر این فرد به شدت مسائل سیاسی رو در افغانستان دنبال میکرده و برای خودش شبکه‌ای داشته، شبکه یوتیوب، شبکه در فضای اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال بوده. بایس اگوان پدر جوانی که عمل مرتکب شد طبعا که باشنده افغانستان بود، گرچه حال امریکایی است، حالت افغانستان تعقیب میکنه، اثر گذار بده از این حالت، شاید پسرش هم اثر گذار از تفکر پدرش بوده باشه. حق داشته که افغانستان افزاش تعقیب کنه و نظر داشته باشه و دیدگاه داشته باشه. البته خب خیلی هم هنوز کاملا نمیدونیم که واقعا تا چه حد انگیزه های افراطگرایانه اینجا مطرح بوده. از جهاتی هم گفته میشه که فردی بوده از نظر روانی تعادل لازم رو نداشته، شخصیت متعادلی نداشته. ولی خب الان خیلی درباره افراطگرایی هم حرف زده میشه. شما به عنوان رئیس جمهوری که سالها به عنوان فردی که سالها در مقام ریاست جمهوری با افراطگرایی در مبارزه بودید، الان وقتی که نگاه میکنید اتفاقهای مشابه این میفته،
این مسئله در سطح جهان بحث میشه، آیا تا حدودی خودتون رو هم ناکام یا ناموفق نمیبینید؟ خب مسائل جهان با افغانستان تعلق نداره، افغانستان قربانی مسائل جهان است نه بار آورنده مسائل جهان. بعد از اینکه شوروی به افغانستان حمله کرد و مردم افغانستان مبارزه خود شروع کردن، جهان غرب و متحدین منطقیشان به شدت به تشویق افراطیت در بین مجاهدین پرداختن، به شدت با پول و سرمایه و و و تشویق فکری و و و و تمایلات دیگه عقیدوی مردم افغانستان به طرف افراطیت کشاندن، پول مصرف کردن تا شوروی را از طریق مطلق ناکام بسازن و خودشان برندشان. پس افغانستان قربانی تشویق افراطیت است و به همین دلیل است که مردم افغانستان تا امروز دارن کشته و شهید میتن و زخمی میتن. پس نخیر، ما قربانی هستیم. البته جهان غرب و متحدینشان به نحوی که اینها در زمان شوروی افراطیت تشویق را سراسر جهان از کشور عربی به افغانستان آوردن، اسامه بن لادن تولید امو تشویق خارجی بود به افغانستان و که قربانیش بالاخره و رنج و درد افغانستان کشید. چطور شد که دوباره برگشتید به آمریکا؟ به خاطر اینکه شما بسیار منتقد آمریکا بودید، هنوز هم به نظر میاد که منتقد سیاست ما منتقد بعضی سیاست های حکومت آمریکا هستیم. با مردم آمریکا دوستی می خواهیم، رابط می خواهیم، اشتراک مسائل می خواهیم. مردمش به افغانستان کمک کرده، به ما پول خود فرستادن، مکتب جور کردن، کلینیک های سیجی جور کردن، سرک جور کردن، از مردمشان تشکر میکنیم. در مورد جنگ با افراطیت، در مورد جنگ با تروریسم، از عمل کرد و سیاست آمریکا ناخشنود بودیم و هستیم و الان تغییر می خواهیم. خب شما گفتید بعضی از سیاست ها و گفتید مشخصا در مورد مبارزه آمریکا با افراطگرایان. ما میدونیم که آمریکا در حال یک انتقال دیگر هست، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. نظر شما به کدوم یکی از کاندیداها نزدیک‌تره؟ البته من ترجیح خود دارم، اگر این را رسوا بگویم این باعث مداخله در امور آمریکا میشه. امیدوار هستم که مردم آمریکا با کاندید دلخواه خود رابطن و با هر دو کاندید آرزوی کامیابی دارم، ولی زمانی که یکی از دو کاندید برنده شد، آرزوی ما است که در مورد افغانستان و در مورد مبارزه با افراطیت اینها دوباره بشینن و تجدید نظر اساسی بکنن یک جا با دولت افغانستان. خب اینی که شما ابراز نظر نمی کنید، آیا ترس این رو دارید که برای شما پیامد داشته باشه و مثلا نگاهتون این هست که دوباره می خواهید به عرصه سیاست در افغانستان به عنوان رئیس جمهور برگردید؟ نخیر، حرف من اثر میکنه و مداخله تلقی میشه. نباید ما در انتخابات کشور دیگه مداخله کنیم و همون ترتیب که در کشور خود مداخله خارجی رو نمیپذیریم در امور داخلی خود و چی رئیس جمهور برحال باشه چی بازنشسته باشه، در این مورد باید احتیاط کنیم و اظهار نظر نکنیم، بلکه هر کس که برنده شد آرزوی ما است که با افغانستان تجدید نظر در چگونگی مبارزه علیه تروریسم و کمک‌هاشون با افغانستان کنه. شما بارها گفتید که قصد ندارید دوباره رئیس جمهوری افغانستان بشید. من هفته پیش کابل بودم. در کابل در محافل سیاسی تصوری وجود داره مبنی بر این که شما خیلی هم ممکنه که بعدتون نیاد برگردید دوباره و در عرصه سیاسی ابتکار عمل رو در دست بگیرید. خب هر شخص خوش داره که مردم از خوش باشن. اگر مطلب شما است که مردم افغانستان دوباره ما رو میخواین، خب من میدانم این برای ما یک افتخار است اگر اونا این آرزو رو داشته باشن، ولی برگشت ما دوباره به ریاست جمهوری افغانستان برای ما مناسب نیست و افغانستان باید آب روان باشه و ما باید که انتخابات نمی داشته باشیم، رئیس جمهوری نمی داشته باشیم، نسل نو افغانستان روی کار شد. آقای مصاحبی، آقای عامد کرزی با بی بی سی جالب بود، نکاتی داشت و خصوصا در رابطه با همین قضیه که باز هم گرم هست در اورلاندو فلوریدا صورت گرفته. دوستان عزیز، خواستم او را نکات مهمی مصاحبه آقای عامد کرزی با رسانه های معتبر جهانی که البته در بی بی سی هم به همین سبقه و به همین رابطه در همین مسائل
صحبت داشتن آقای اوباما، دیگه او به زبان انگلیسی است و لازم ندانستم که این محتوا به زبان انگلیسی از طریق پخش بگرده. به هر حال قابل فهم است. آقای کرزای امیره گفتن که این آقایی که در امریکا تولد شده، در امریکا پرورش یافته، در اینجا از آب و گل از اینجا سرشت از او درست شد و بالاخره جرم مرتکب میشه، مسئول خود اجتماع امریکا بوده. این قابل فهم است. دوستان عزیز، یکان بار واهمه در دل افغان و یا مسلمان به وجود میاد که چرا یک افغان یک مسلمان این کار را کرده. مسئله دین چیزی است، افغانیت و فرض کنیم نشنالتی که از کجاستی شخص مکی که اعمالی که از او صادر میشه او چرای تو شده، او مسئولیت انفرادی است و خصوصا که یک طفل در امریکا تولد شده باشه و امریکا رو شما میدانین کشور مهاجرین هست، یکی وقت آمده و یکی ناوقت آمده. سرنشینان این کشور متشکل هستند از دیگر ملیت های جهان، چی اروپایی ها هستند، چی از شرق میانه و چی از شرق دور، مجموعی از افرادی اجتماع را تشکیل میده و اینا میگن که امریکا مغناطیس مغزهای جهان هست. در اینجا بهترین دکترها و پروفسورهای جهان هم اینجا جلب میشه، چون در برابر تجاربی از اونا و داشته های علمی از اونا پرداختی صورت میگیره و در یک حمایه قانون قرار میگیره، زندگی مرفه‌تر و بهتر دارن. بنان اونا هم تشویق میشه، یک دکتر طب بسیار برازنده فرض کنیم تعلیم کرده در روی کشورها میان در اینجا متوطن میشه، در خدمت قرار میگیره و شما میدانین که تعلیم و بسر رسیدن یک شخص از لحاظ تعلیمی به مراتب بالا بسیار مصرف کار داره، بسیار یعنی شب و روزی زحماتی کار داره. وقتی در اونجا پرورش میابه و تعلیم و تحصیل میکنه و باز به این کشور میرسه، اینجا هم یکی از افراد صالحی این کشور شمرده میشه که تعداد کثیری چی در اجتماع افغان ما میدانم دکترهای طب داریم فراوان و در دیگر عرصه ها به مراتب بالای علمی افغان جزء امی اجتماع هست و همه تو در اجتماع ایرانی و پاکستانی و هندی حداقل با کسایی که ما به ارتباط هستم جزء سرنشینان خطا هستن، با او که در یک کشور دیگه اونا تولد شدن. در اینجا آقای کرزای هم امیره گفتن که فرد البته یکی از اتبای کشور بوده، طبیع امریکا بوده، در اینجا تولد شدن، در اینجا بزرگ شده، از ماحول امریکایی متاثر شدن، نه ماحول افغانستان، چون در اونجا یقینا ما جنگ داریم، خونریزی داریم. اگر اوتور می بود مسئولیت افغانی داشت، مگر اینجا در حقیقت مسئولیت امریکایی داره. و این وقت هم هست، هم امروز شما ببینین دوستان عزیز، در اینجا بهترین مثالش آقای اوباما شدن بیتان. آقای اوباما از یک کشور بسیار فقیر افریقایی به نام کینیا، پدر از اونا کینیایی است و فامیلی از اونا به امریکا سفر کردن. در طوری که بایوگرافی آقای اوباما را اگر مطالعه بدارین، پدر آقای اوباما برای تحصیل به امریکا آمده بودن از کینیا و در هوایی با یک خانم ازدواج کردن و مسئول همی ازدواج از اونا تنها هم یک پسر بود و بالاخره به طلاق منجر گردید و جدایی، و پدر آقای اوباما دوباره به کینیا برگشت و در اونجا دفن است و به خاک سپرده شده و اینا توسط یک فامیل دیگه پرورش یافتن در اینجا در این کشور. در حقیقت از پدر کینیایی تولد شده آقای اوباما و اینا را افریکن امریکن میگن، یعنی تو که افغان امریکن دارین، او شخصی که به مقامات بالا میرسه و رئیس جمهوری کشور میشه، در اینجا راه های برشان موجود است که یک نفر میشه قاتل شوه، چون عمر متین و آدم بکشه و با یک بیراهه بره و یک کسی دیگه از یک کشور دوردست از افریقا به اینجا تولد میشه، بزرگ میشه و او آدم رئیس جمهوری کشور انتخاب میشه و نه تنها برای یک بار، دو دوره رئیس جمهوری کشور شدن.
راستی وقت امرامی است، اگر یکمکی عمیق‌تر مطالعه شود، چون مصاحبه آقای اوباما کرزای برای ما جالب بود، لابلای صحبت محدود با بی بی سی یک بیانات را داشتن و همه طور است و دنیا یک دهکده گردیده. دوستان عزیزمی تویتر و فیسبوک و آنلاین و یوتیوب و اینا با دسترسی همه انسانهای جهان همزمان و مساوی قرار داره. اگر شما در افریقا بودین و در افغانستان بودین و یا در دوردست در استرالیا و نیوزیلند قرار دارین، شما دسترسی دارین با فیسبوک، با تویتر، با نمیدانم آنلاین و با اخبار جهانی. خواهی نخواهی تکنولوژی امروز مساوی تقسیم شده برای همه انسانهای کره زمین. اگر هم از بیرون اونا را کس متاثر نساخت، در یک ترینینگ فرض کنیم یک تروریست بگویم یا گروه تروریستی که اینا میگن قرار نداشت، خواه از طریق فیسبوک میتونه بدان افکاری از اونا را مطالعه کنه و زیر تاثیر از او بره. و عمر متین هم یک دو بار بخیلیم به حج رفته بودن و در غیر از او در امی امریکا زیست داشتن و از این تاریخ متاثر شده، افکاری از او آلوده شده بود، زهراگین، و یه عمل زشت از او آدم صورت گرفته. خواست و میره. و دیروز دوستان عزیز شبکه های تلویزیونی همونطور که از کردیم از لاس انجلس و استدوی ما آمدن و میخواستن در رابطه با چگونگی آقای صدیق متین بپرسن، چون در اینجا برنامه داشتن. ما هم با همی از اونا مصاحبه کردم، صحبت کردم، مسائل آنچی بود تشریح کردم. البته من نماینده کدام افغان نیستم، به نمایندگی خودم این کار کردیم، مگر آنچه حقایق بود در رابطه آقای صدیق متین و خصوصا اجتماع شریف افغان که در امریکا و در دیگه اکناف جهان به سر میبرن، با مینستریم میدیا و میدیا و رسانه های خود داخل امریکا صحبت کردم و اونا هم قانع شدن و رفتن و در همه تلویزیون های لوکل بگویم محلی پخش کردید. و از زمره یکی از اونا برای ما هم کلیپ دیروز که هم راپوری را که تهیه داشته بودن فرستادن. دوستان عزیز خواستم او را شما هم تماشا بفرمایین. یک راپوری مختصر بسیار جالب درست کرده بودند و جالب است توجه بدارین. So the father of Omar Mateen used to record a political TV show about issues involving Afghanistan and Pakistan. The interesting thing is that he recorded those shows here in Los Angeles, in Canoga Park to be specific. Zareen Adamji is there live for us today. Zareen. That's right. We're told the shooter's father would come here every 2 months to host a TV show. Now, there are some reports that he did have extremist views. And we spoke to the owner of this network who says, based on his conversations with the father, that's simply not true. It's a tiny TV studio in Canoga Park, but one getting big attention after gunman Omar Mateen shot dead 49 people in Orlando over the weekend. I am really puzzled. And I'm very sad, and I'm very upset what happened. The gunman's father, Sadiq Mateen, seen in these TMZ photos after his home was raided Sunday, was one of the frequent guests at this Payame Afghan studio. He rented 3 hours every 2 months from owner Omar Khattab to host a show about politics on the Afghani network. He is against Pakistan and against Taliban, actually. That's what I heard from him. Khattab says he never expressed any extremist views, which the elder Mateen stressed in recent interviews as well. I've been throughout my life against terrorism, against injustice. Khattab is one of the SoCal locals in close contact with the father, calling him after the shooting and interviewing him for 30 minutes on his Monday show. And he was so sad he could not even talk, you know, just, and he was puzzled, he didn't know. He said his son was there the day before, or the same day, Sunday, all day. I mean, he came and visited his mom and dad, family, they were sitting, you know, he didn't see any abnormal behavior. The 10-year-old network broadcasts online and on satellites around the world. Viewership has skyrocketed in the last 48 hours. Many Afghanis eager to hear in their native language what the father has been telling American networks.
I condemn what he did. I wish I did know that what he was doing. If I did catch him, I would have arrested it myself. But the father says he didn't realize anything was wrong until it was too late. And those people, they got injured. I pray for them that they get healthy soon, they get well soon. Now, we did reach out to the shooter's father ourselves, but the call went straight to voicemail, and he didn't respond to our text message. We'll send it back to you guys in the studio. All right, Zorin. البته این راپور مختصر از یکی از چینل های بسیار معتبر جنوبی کالیفرنیا بگویم یا لاس آنجلس بود یا در ماحول در طول سال ها نشرات دارن و بسیار بیننده دارن در اجتماع امریکایی و دیگر چینل های معتبر تلویزیونی هم در حدود 5-6 تلویزیون حتی به زبان اسپانوی هم حضور داشتن دیروز با همه صحبت صورت گرفت خواستم اونا را هم روشن بدارم از قضایه یعنی چی گذارید با وقوع پیوسته از طرف اجتماع افغانهای ما در حقیقت که یعنی چی واقعیت بود بیان داشتم برحال دوستان عزیزی خبر بود و همه تو خبری که عرض کردم از افغانستان در رابطه با برخوردهای سرحدی در میان پاکستان و افغانستان تلفات با خود داشت اوزای افغانستان سیال هست و همه تو صحبت صورت گرفت از رسانه ها شنیدیم که البته در نشست وارسا در اونجا تعهدات صورت خواهد گرفت و طوری که آقای اوباما گفته بودند که عسکر امریکا که 9800 تن در افغانستان افسر دارند و نظامیانی از اونا در افغانستان او را به 5,000 تقلیل خواهد داد بالاخره سفارش بعضی جنرال های بازنشستی امریکایی از لحاظ تجارب برای از اونا همی خواهد بود که مثلا معلوم شود و اگر به امو تعداد 9,800 نفر با کی بانه بهتر خواهد بود و تعهداتی صورت خواهد گرفت که البته یک بخشی از او را که چند دونیم بیلیون دلار هست امریکا تعهد خواهد کرد و در حدود 2,000,000,000 چند میلیون دلار یک البته بودجه تخصیصی از طرف ناتو و همه تو خود حکومت افغانستان هم باید متعهد بدارن که در حدود 3-4 بیلیون دلار در طول 5 سال بودجه البته هم نظامی و هم معاش و مدد حکومت افغانستان از طریق خود افغانستان از عواید داخلی تأمین بگرده به هر حال میتونه از سرحد افغانستان و پاکستان جنگ شعله‌ور گردید کلیپی از او هم داریم فرزاد جان اگر او پخش و هم جالب است به هر حال در این راستا میخوایم نظریات افغانهای خود هم سراسری داشته باشیم در قبال اوضاع جاری افغانستان بعد از دیدن این کلیپ که بسیار جالب بود و سرخط اخبار شمرده میشد مراسم جنازه ضیاءالرحمن سربازی که ناوقت روز دوشنبه در یک درگیری مرزی در پای حمله نظامیان پاکستانی کشته شد این درگیری که 2 ساعت ادامه یافت از نیروهای مرزی کشور 1 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته در مراسم جنازه این سرباز افزون بر باشندگان محل بسیاری از مقامات محلی نیز حضور یافته بودند عالمان دین در این مراسم سربازان کشور را که در جنگ کشته می شوند شهید خطاب می کنند و دفاع از کشور را یک فریضه برای سربازان می دانند من دغه سربازان نه که نعمتی که سرحدی لوا ده سرحدی پولیس زمون که ملی اردو ده که ملی پولیس دی چه پدی لار کیت نو که ملی امنیت کارمندان دی چه د خپل وطن او د ناموس او د ملک او د دین د دفاع په خاطر مری دا شهیدان دي دا زموږ قهرمانان دي څوک چې د خپل خاور نه دفاع کوي څوک چې د خپل خاور نه دفاع کوي خپل ځان قرباني په ټول ملت باندې دا غي فرض دي چې دا غي احترام وساتي په ټول ملت باندې فرض دي چې دا غي نه مننه وکړي مسئولان امنیتی در شرق کشور با اعلام آمادگی کامل برای نبرد تاکید می کنند هر دستوری که از سوی حکومت مرکزی صادر شود آن را تطبیق خواهند کرد بزرگان قومی هم بار دیگر پشت
پیمانیشان را از نیروهای سرحدی اعلام میکنند و میگویند هر لحظه برای کمک به این نیروها آماده اند. من هغه څه چې زمونږ خپل مرکزی حکومت او دولت او مشران مونږ ته هدایت کوي مطابق دغه خپل کار او خپل وظیفه مختبی ده. هر افغان د کورنۍ غړي دي، دا ټول ولسونه د ته دعا کوي، د ده کارنامې ستایي. در این درگیری ها تلفات به نظامیان پاکستانی نیز وارد شده است. هرچند آمار دقیق آن روشن نیست، اما با گزارش رسانه های پاکستان میجر علی جواد چنگیزی فرمانده برجسته نیروهای سرحدی پاکستان در درگیری با نیروهای امنیتی کشور در مرز تورخم در پی جراحت شدید جان باخته است. الله اکبر! درگیری های یک شنبه و دوشنبه شب نظامیان پاکستان با نیروهای سرحدی کشور در مرز تورخم دو کشته و به شمول دو کودک 20 زخمی بر جا گذاشته است. نظامیان پاکستانی یک شنبه شب هنگام با واکنش نیروهای سرحدی کشور روبرو شدند که قصد ایجاد تاسیسات در شهرک مرز تورخم را داشتند. پیش از این نیز اقدامات مشابه نظامیان پاکستانی در مرز تورخم با واکنش نیروهای سرحدی کشور روبرو شده است. اکنون وضعیت در تورخم آرام گزارش شده، اما دروازه تورخم همچنان برای مردم بسته است. خبر هم با اهمیت بود. دوستان عزیز، یکی از افغانهای ما در راستا قربانی حادثه گردیدند، آقای ضیاءالرحمن، به روح از اونا اتحاف دعا داریم که خداوند ایشان را بیامرزه. یقینا به نیات پاک و برای دفاع از خاک و کشور خود قربانی داده، خداوند ایشان را رحمت بداره، در ماه مبارک رمضان در های بهشت برویشان باز باشه. و ای که آیا صرف برای یک دعاگویی اینا جمع شده بودن اردوی افغانستان هم باید از اقل و کسایی که تلف میشن در راستا یا از بین میرن پیدرود حیات میگوین یک بودیجی برای فامیل از اونا داشته باشن. خب اونا برای یک لب نانی در اردو ثبت نام کرده و از این کشور یقینا که دفاع میدارن و در این راستا یک منصب عسکری مربوط است به حکومت افغانستان، وزارت دفاع، که اونا دیگه هیچ از نعمت از این چورکان بهرمند نیستند، سینه خود سپر می دارن، صرف به خلاصه میشه به امون 300 یا 400 یا 500 دلار ماهانی خیراتی کشورهای ناتو که اینجا دو نشست و در این نشست اولا میشه برای از اینا سال میشه. دیگه پولا را فرزند بسم الله خان و گل محمد خان و که نمیدانم استانک زی خان و اینا در جیب خود میزنند، در می قراردادی های مسائل مهمات عسکری که البته با ثبوت و دوسیه همیالی افتاده که اینا پول های وزارت دفاع را دزدیدن و حتی در می سرحد سنگرهای داغ جنگ دوستان عزیز همون قماندان سالارای از اونا یا بزرگان جنگی از اونا یا صاحب منصبان افسران جنگی میگه اگر تخصیصی 100 کارتوس اونا لازم داشته باشند در یک آلت دفاعی از وزارت دفاع شاید 10,000 کارتوس مطالبه کنند. یا در این مهمات چون راکت و نمیدانم آوان و یرفا بسیار خورد و برد میشه و انواع مختلف دوزادوزی در اونجا یعنی دیده شده و راپور شده. حتی خود دوستم هم میگن وقتی مفلس میشه باز یک لباس داره در تناب آویزان است، میگه او را میپوشه با امرای اولادای خود که برین بچیم فاریاب بریم، کمرارم با امرای خود کش کدم میبرن و با چکک های طلوع نوز هم صاحب یک 2-3 هزار دلار در دست از اونا قرار میده که بیا بچیم دروغ بگو به خاطر ما ایره در تلویزیون طلوع و کانال یک و یو ارفا پخش بدارین و برای ما تبلیغ کنین. این شیرنیت برادر گفته بعضی ها در وقتی در مقامات رسمی در افغانستان یک داخل میشود اسم رشوه شیرینی و قلمانه و همونطور که همی آقای مرزا قلم تمثیل داشته در اون پروگرام های مرزا قلم همونطور بوده. امروز مستقیما آقای دوستم شیرنی میته به مطبوعات و او پسران نوبالغ و جوانی که از دنیا آگاه نیستن و در امونجا در امی وطن فروشی و گردن بستگی و راپور
راس و دروغ میرسانند به خورد مردم، اونا هم با خود برده در اون صحنه جنگ یا در شهرهای صاف و ستره رفت آمد ارادجات به حالت بسیار مسئول زیر سایه ناتو. آقای معاون رئیس جمهور رفته و باز از وزارت دفاع به میلیون ها دلار تخصیصی میگیره، دامی روزی آقای دوستم گردیده به سویه بالا و این قماندان های محلی که البته جنگ سوخه اداره میدارن در امی هلمند در مصاحبه که با یکی صورت گرفت اونجا یقینا دیدن که در یک محلی که 600 نفر بیش سرباز عسکری موجود نیست اونجا 6000 قلمداد شده بود. البته این چیزا شنیده میشه دوستان عزیز و او سربازی که بیچاره در آسمان ستاره و در زمین خانه نداره مثل ضیاءالرحمن خان ای کشته میشه میره و اولاد از او یتیم میمانه، فامیل از او بی سرپرست، ناناور خانه میره و همی شبکه ها هم که یگانه ناناور فامیل همی آدم بود یگانه ناناور بود. درست است اگر وزارت دفاع یا وزارت داخله یا حکومت افغانستان یک بودیجه یک تخصیصیه برای باقی مانده های جنگ یا کسایی که از اونا به سرپرست باقی ماندن برای امرار حیاتی از اونا یک بیمی چند ساله حداقل داشته باشد. اگر اونا میان از وطن ما دفاع میکنن شما خواهد حداقل باعث یک افغان، باعث یک مسلمان، باعث یک حکومتی که با بیلیون ها دلار دزدیدین تخصیصیه کردین. آقای قیومی از سان فرانسیسکو میره 40000 50000 دلار ماش میخوره و اولاد برادر ضیاءالرحمن خان که از وطن دفاع کرده سینه خود سپر کرده در سرحد پاکستان و افغانستان در تورخم او خوارزار باید بگرده مسئولیت نداشته باشه. این کدام عدالت است؟ این برای ما یکی بگوه؟ یا فرضاً آقای امرالله صالح وار یک شخص در بهترین مسئولیت و در پول وافر سفرهای اروپا و هندوستان یا آقای عبدالله یا اشخاص و افراد دیگی و او کسی که در صحنه جنگ است از وطن دفاع میکنه او خارزار باشه، اولاد از او همونطور که او آدم در کفن زیر خاک شد اولاد از او هم زیر خاک میسازین یا فامیل یا بازماندگانی از اونا رو. اردوی افغانستان جایی که سب علاوه اکبر رو که ما از وطن دفاع میکنیم و سلامی بزن و این طرف چرخ بزن و طرف شاگرس و شاخواگور و کینخواگور اونا باید از حق خود دفاع کنن، وزارت دفاع را مظاهره کنن که بابا اگر ما نبودیم مردیم همی پدر پیر مرا یا همی اولاد مرا یا خانم مرا کی سرپرستی میکنه؟ پول لازم است. در اونجا همه از اینا یگانه ناناور خانه بود. تولونیزا که در قندوز به هزارها دروغ گفت برای حکومت افغانستان اونجا به دروغ و دروغ وارونگی اینا گیر آمدن و همه چیزایی که گفته بود جز یک تبلیغ نادرست دیگه چیزی نبود. بالاخره طالب هم آمد موتر نقلی تولو را پراندو صاحب و کسا بازمی طلوع میرفت با عکس و کمری خود که یگانا ناناور و علی محمد جان و صاحب پسر از او گریه خانمش نشان بده و صاحب در تلویزیون همین خود طلوع امیر شبکه ها هم از کسای نتاقان را که در راپورترهای خود در صحنه جنگ میفرسته باید اینا هم یک سیکیوریتی داشته باشه. به میلیون ها دلار همین طلوع نیز تلویزیون طلوع صاحب از او که امروز در دبی نشسته از اونجا با بزنس و تجارت و دوزادوزی خود تلویزیون خود در اونجا چالان ساخته باید برای همین مامورین و مستخدمین همین کسای بدبختی که ولی امیری و که نمیدانم چطور یک چند نفر دریشی پوشانده و مویای چرب میشانه همین بدبخت ها خود از اخی خود باید دفاع کنه. همین تلویزیون باید از یخن بگیره. یه وطن فروش صاحب تلویزیون تلوره که از استرالیا آمده و در رکاب سیایی و ایسای و نمیدانم این و آن 49 کشور یک تلویزیونی که به منفعت دیگاه کار میکنه و جز دروغ، جز وارونگی، جز راپورهای نادرست با خورد مردم نمیته، یک تلویزیون بی‌معنا و بی‌هدف فروخته شده باید مستخدمین راپورترهای خدا خواهد اقل از لحاظ ای که اگر اونایی که از او مردن تأمین شد.
خب اگر دموکراسی آمده و صدای آزاد آمده، خب اگر امریکا رو کپی میکنین، امریکایی‌ها، حکومت امریکا تا امروز برای بقایای معلولین جنگای ویتنام معاش داره، مدد داره، انشورنس داره، بیمه داره، کور هستن. حتی همین ترجمانایی که از امریکا میرن به افغانستان برای ترجمانی، اونا بیمه دارن، اگر یک صدمه برشان برسه تا آخر عمر برای از اونا پول و مدد میرسونه. ما چند تاشو میشناسم در همین امریکا، تکالیف برشان عاید شده، امروز معاش میگیرن 5000 6000 10000 ماهانه هر ماه برش پول میگیرن. اوکی کرا دنا غجی. بله سلام علیکم سر. سلام علیکم. و علیکم سلام. نور خطاب سیف کی دا دخل کو خبر درا چوری دی د افغانستان دی غلو دا ایتالیا ته تله ما سفارت ته تذکیره را سره و دی وزارت داخله خارجه ته پسوی تذکیره او راته ویلې و دا تذکیره د ایتالیا سفیر و تذکیره نه چلی ګل تدریس و ایرو چلیږي رشپا تخلی ال ته پاکستانیانو ته پاسپورت ورکړي دا چې تذکیره لرو و تذکیره نه چلیږي 300 روپۍ دلته تذکیره هغه سفیر ال ته څوک ده په ایتالیا کې سفیر ولا نو مې مره ز خپل لینان نه ورغلې و مداته ورځ مخ کې او دغه څه خبره کوله پاکستانیان وصله د افریدیانو هیڅ شي نه ورته ورسپتي ورکول ته بس یو وزاره ورسره هغه ته پیسې ورکولې بس نه کوي هغه ماته هغه نومره ته پیدا ک د سفارت نومره را کزور تلیفون کومه تلویزیون کې د عکسونه ما چومه او دا خبره کریختیا ای د تڅ وای دا ثابت شي شواهد راوړي ز دغه د ورور بهترین وسیله د پمخ کې پرته ده د افغان پیام افغان تلویزیون ده لا حق نه بده څه دفاع وکولای شو ولینه دا د خو کړ چې ودی ویل بیخي بیخي او زمیم ویډیوګانې درته درځي ما د ویډیوګانې را سره دي چې ویډیو م کړی دي ویډیو است د ایتالیا سفارت مخ کې ولاړ یو خلکو سفتونه شماره به در را ویلګا اغه چا چې خبري کړی تا نه ادریس او یو غوښتي اغه مرا ولېګه زینه شرومه زورو ردلته ولا ناشته ما دی افغانستان د خلکو دفاع کومه تم د افغانستان له خلکو نه یو نفرتی او یونان کې به سر نوښته ګرځي بدبخت سوې د همدغ غلو رازن ول لاسه به همدغ د همدغ غلو سفیر الته په ایتالیا کې ماشونه خوري او برغړه ناشته به التان الته چور کوي لته بدبخت تا ته باید موږ کومک وکړو په جب کې د یو څو روپۍ واچوو ی تا درد ته رسیدګي وشي د ایتالیا ګوډاګی سفیر رشوت خور تا ته دا خبره کوي رایه وړه ما ته د هغې فلمونه یې را ولېږه زه یې درته خبروم ورور ژوندی اوسي والله چې هلته پاکستانیانو د تانې را کولې وه خپل افغانستان کې ما د ورېده څوک تحویل نه اخلي دغه هم د افغانستان سفارت د پیسې درنه غواړي وا د ورېده پیسې مګر هغه په ثبوت غږېږه صحیح ده مګر که داسې بې جایه ته مو غږېږه هغه هم زه نه منم په ثبوت غږېږه راویلې بله سلام علیکم بله سلام علیکم خطاب صاحب کور دې ودان چې دا خبره دې پورته کړلې ولا دا تازه نه ده دا ګرد جمعیت نظر دا خصیفان په خپله د کرزي د واسه څه دروسه پر دغه جنایتکارونو د سفارتونه لس وارې مې ورته وویل دي چې مکتوب را واسه او زه یې تفتیش کړم دا پاسپورټونه هم په پاکستانیانو باندې خرڅېږي په دا اوس په جرمني کې په یو سک د هندوستانه په 20000 یورو باندې یو پاسپورټ په دغه پورته کړي دغه په بله برنامه کې پاسپورټ یې خرڅ کړی وو کور ودان دا څه خلک دي ایتا سفیر څوک ده په لندن کې پلندن کې ولا غار رسب دي زه به معلومات وکم نو به واخم سکرټریانو نمونه ګرځ لیست په دروازه نه هغه ثبوت راوړی درسته مګر به ثبوت او سند ورور بیا غز نه منم او یو ثبوت خدای الله کال کې زما په دوسیا کې دي چې په دغه خط کړو ګرد اسناد وي لاس واره په پخښ کړل ده پاکستانیانو باندې او زه ان شاء الله د ټینګم پیدا به کوم مستند سند د ویډیو فلم سره سره دا جمعیت نظر دی دا صلاح الدین دی داخل دی دا جنایت کار نه فرق دی او ګور هغه سر میز دا د وزیر دفاع چې و ګرد غلې دي ګرد په سید بشوري رالو خطاب صاحب دا د متین بیچاره نن ګرد میډیا په انګلستان کې په دا موضوع چلېدل اکثر غټ غټ جمعیت دی ترسي و دا کور ودان ګرد افغانان می خبر کړی چاله دا یو خبر تاسو وایس ته د دې ځای میر دوام نه پر دی مسلمان دی ډیر جامع مضمون نشر کی دی ته دلاسا ورکړل دا یک دی ته تاسو د پاره تاسو سالګرۍ چې دی صاحب کارنیوال نسی په تمامه معنا بمو تاسو جشن د تجربه کو
دې ډېرې ما ورکړلې ډېر سپورټ ورک او ډېر حساس وخت وه کیان دلته ډېر بیا په عذاب وي کور ودان په ډېر ښه کوي په دغه دا مضمون نوشته کړی وو د دې د په اخبارو کې د میر د لندن دې ته په تمام معنا دلاسا ورکړلې ولمو په تمام معنا حاکم وو دلته خورا ډېر مسلمانان دي ډېر مکتبونه ډېرې مدرسې ډېرې دغه مسجدونه دي د ایجاب هم خورا ډېر دي ډېر ښه ډیموکراسي ده د انګلستان کور ودان خوشون تدې ته د لاسا وک به ستا کوم د دغه مواله بلس پدې مچن ساتو په تمام معنا سای کور ودان د رویه او دغه تور کوي کې د مننه در څوک او ډېر مننه او قیصب او ښه خبرې دی وکړې یقینا یو بدني یو خلک یو افغانان یو کله چې افغان یو څو کې جایی کې ما جدا شویم در ثانیات اینا میگن که هر ثانیه کې در یک بالای یک قوم میایه بالای یک کشور میایه و بالای یک محوطه جغرافی عاید میشه مردم با هم نزدیک میشه جایی که جدا شوند یکی دیگر به خنجر بزنن این قاعده عام است در امریکا هم وقتی همین مسئله 9/11 صورت گرفته یک عملی صورت میگیره یک ثانیه برای کشور عاید میشه باز مردم امریکا بیشتر با هم بسته میشن یک صدا میشن باز اخیر از این نمیگه در کی ریپبلیکن است و جمهوری خواست و کی دیموکرات است و اما یک ملت است خطاب بسیار چیزای خوبی را میتونه باعث مثال آدم کاپی کنه از کشور امریکا و ما همی قوانین از اینا را فرض کنیم در همی آلات بسیار بدی که بالای از اینا آمده باز ملت امریکا با هم همدست بوده غم شریکی داشتن نزدیکی داشتن جایی که یکی دیگر با تیراندازی کنن امی صدیق متین معزله که برش عاید گردیده جوان مردانه امی خواد بود که هر کدورت شخصی یا مشکلاتی که قبلا یا در سابق واقع شده در میان از اونا قاعدتا مرد جوان کسی که میگن جوان مرد است و کاکس باید دیگه تیراندازی نکنه و مزخمای کونی سابقه را برای امی دردی که عاید حال از آدم گردیده نسازه بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام سایم الافغان الو الو سلام علیکم و علیکم سلام خبری او که پختو غږی یا فارسی غږی څه وایې پختو غږی زه سعودي عرب نه خبرې کوم مهرباني وکړه وروره دلته زموږ د پاسپورټو ډېر غټ مشکلات دي پاسپورټو دې ته غټ مشکلات دي خو هلته اسلامي هېواد ده ورسه ورته الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم کوونډه کلمې دی وایي چې د دې څه دی چې فې کپی چې دوی کلمې سره ټول دا ټول ورته لیږي یا څه ورته کنه وسه وزارت خارجه ته په غوړی څنګه مرته راوړم اس کله دې نه څه کېم راکې کله ته وایي بونه چې بعد تاسو نور څه څوک پیسې دار دي څوک په هوټل لري چې دوی ته ماړی غانی کوي یوه کار ته غصه باندې خلاص کیږي نور څه کوم افغانان دي ټول دې ورو په خلک ورته نه چې وځي ورځي دې ورځي څنګه څه پیسې د کیچې ته ورکی د تراجی د درې سالو مې چې کیږي بیا د نوو وزیر خارجه ستاکل ته وځي د ښه کار د تفاق کړی دا خو ورسره مظاهره وکي چې له وکي اواز خو جک کوي تجارت ته مظاهره باندې دا د مظاهره څه کولای نه شي نو خو کله نه شي کولای چې د اخبارو ته وځي د تلویزیونو ته راشي چې د آزادۍ راډیو ته ټلیفون نو وکړی د افغانستان ټلویزیونو ته وکړې څوک هم وګړي کار نه کوي دی واغه ته لا 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 ورسي واوره ورسي دا ټلیفون خود سره دا فلمونه واخلا چې دا کار دي څوک نه کوي او فلم واخلا ما ته راولې غزینې شو مدلته واسه چې له دا ته بوکل هم ته خپل هوتا چې زغه د ترکه کلکټ هغه بوکل کومک دی دا افغانان سره وکړ ډېر بخښي او صحیح ده بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم آقای خطاب بفرمایید آقای خطاب هم آمریکا، انگلیس، روسیه بزرگترین جنایت ها را در تاریخ کردن میلیون ها ایرانی و افغانی و عرب و اینا را کشتن حالا به خاطر 50 نفر تو سر میزنن سوریه را به هم رختن 3 میلیون آواره 300,000 نفر کشته سوریه را خواه آقا گوش بده آقا سوریه را خواه می شما ایرانی ها آخوندهای شما نفر می فرسته می خودت وار یک آدم کلید بهشت در یخنش می اندازه میگه برو جنگ کو در سوریه شما چرا یه فاره می زنین؟ سوریه حکومتش حکومت داشت صدام حسین خود در عراق همه در
درست صدام حسین امو امو صدام حسین هم یک الان که بدتر شده لیبی قذافی میدانم میدانم نه میدانم مگر خود ایران حکومت ایران هم دست داره تنها شما انگلیس و امریکا را مقصر میدانین درست است مگر همین ایران هم باعث همه جنگ های شرقی میانه هم اینا میشن در یمن اینا جنگ میکنن شیعه ها را پول میتن و تجهیزات نظامی از اونا توسط ایران تهیه میشه در همین سوریه همین جنگی که صورت گرفته روسیه و ایران با هم دست یکی کردن حکومت فاسد و غیر مردمی بشار الاسد تقویه می دارن در عراق هم حکومت به اشاره ایران حکومت شیعه به وجود آمده رهبری از اونا شیعه مذهب است شما می خود ایران مقصر بودن این آخوندار بله سلام علیکم سر بله سلام علیکم سپاس سرد سلام خدمت شما و شنوندگان شما دارم بله و علیکم سلام خوش آمدید امروز برای کل ملت معلوم است که استاد ربانی چندین مرتبه برای دوستم جهاد اعلان کرد مگر این افغان ها نمیشنوند افغان ها درک نمی کنند افغان ها مگر نشنیدند که عمل نادرست بود یا صحیح ما به خاطر دارم زمانی که استاد ربانی در مقابل طالبان را یک وقت کبوتران صلح می گفت وقتی که خواست که قوای حزب اسلامی در شکست مواجه داده گفت یا کبوتران صلح هستن و زمانی که در ناتوانی قرار گرفت و پیش دوستم رفت و از دوستم کمک خواست و نشرمید که من چرا در مقابل دوستم جهاد اعلان کرده بودم باور کنید من در سمت شمال در وقت وظیفه داشتم یکی از قماندانای برجسته اتحاد اسلامی به نام امیر محمد بود که در قوای دوستم شهید شد و چندین قماندان احزاب اسلامی در مقابل دوستم به شهادت رسید شما باور کنین امیر محمد یک مکتب به نامش گذاشتن اولادش امروز گدایی میکنه و همون قماندانای کشته شده اولادایش امروز باور کنین که گدایی میکنه اینا کسایی بودن که وجدان نداشتن و پرورده پاکستان بودن چند روز قبل شما در تلویزیون عملا دیده باشین یکی از صاحب منصبا پایش در وظیفه از دست داده بود و تمام روز سرگردان میگشت بالاخره همو علومی یک مردم تاپه کمونیست میزنند همو امر داده بود که در شعبه اداری المند یک وظیفه برش تعیین شود که امرار حیات بکنند به مجردی که علومی از وظیفه استعفا داد همو آدم از وظیفه برکنار کردند و عملا در تلویزیون آمد خودش گفت که من در وظیفه پای خود از دست دادم و برای من بعد از 5 سال علومی حداقل یک وظیفه سپرد که تامین معیشت کنم و مجردی که علومی استعفا داد مرا از وظیفه برکنار کردند یک مسئله پری شب یک نفر دو چشم خود در وظیفه از دست داده بود و او آدم 3 سال است که در تمام دوائر میدرده حد اقل ماهاش تقاعدش برش نمیتند این کسایی که هستن اینا انسان های بیویدان هستن و امروز هر کدامشان به موترا چی فامیلشان چی کسایی که هستن اونا به موترا زیر گردش میکنن تامین امنیت میشه اولادشان در خارج تحصیل میکنه و بال ملت افغان بیچاره که قربانی های در مقابل خائنا میتن امروز افغان ها باید بسیج شون و روز به روز اتحاد خود باید به عمل بیارن و اینا را از صحنه برانن اینا شما میبینن که امروز شورای افغانستان به چی فضیحت عمل میکنن و دکتر اشرف غنی تأسف است که متن این دکترا را از کجا گرفته و به چی نوا گرفته ای اصلا هیچ حیثیت نداره این فرمان های بیارزش که روان میکنه باید مسترد میشه فرمان روان میکنه مسترد میشه این چرا تعقل نمیکنه چرا تمیز نمیکنه که چرا ما ایتر یک انسان بی تاثیر و بی ویدان هستم که امر مرکز تعمیل نمیکنه باید اینا از صحنه براین از شما ارزو میکنم که مردم را بسیج بسازین این حکومت رو بس خود است ولی بدیلش وجود نداره متاسفانه اگر این طالبا باور کنین که یک کم لوی خود تغییر بتن همین مکاتب بانن دخترها به مکتب برن امروز مردم در پشت همون طالبا از اینا کدر چون دستور رسیدن از اون طالبا حمایت میکنن بنابراین از خدمات شما تشکر میکنم برای ما وقت دارین از نوابی از آنبورگ کارمان تشکر نوابی صاحب همینطور از ما هم خبرها رو میشنیدم فرمان تقنینی آقای اشرف غنی در اون شورا در سر میزا افتاده ای طرف مثل که برای اشتوکا کاغذ هم اندازن و که بازی کنن اما
وکیلا ریشخند و پسخند و تمسخر میکنن و سه این طرف تا او بالا میشه و میخندن و این حرفا از دو درست شده تا جایی که ما شنیدیم ارزش یک پوست پیازم برای از اون فرمان ندادن و امروز صحبت از شورا امی بود که خلاف قانون هستی فرمان تقنینی آقای اشرف غنی ما هیچ امکان نداره که کمیسیون انتخابات اعضای از او را تغییر کنیم و دیگه اعضا انتخاب شد و معرفی شد و خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی واضحا گفته شده که تا 6 سال شما اعضای کمیسیون انتخابات هیچ تکان داده نمیتونیم که در اونجا می آقای نورستانی هم فریاد میزد که کس حق نداره مرا برطرف بسازه او را به سوتو آوردن در چک چک آخر پرید دیگم و در زنجیر میگم و حلقه ضعیف میگه اول میسکل و گریخت آمد نمیفهم کجا ساله و دیگه میالیم هستن موجود هستن خلاف قانون اساسی است. ما این را میپرسم که شورای افغانستان آیا مطابق قانون اساسی دور خود خورده باید دیگه انتخابات صورت میگرفت دیگه و کلا معرفی میگردید شوراهای ولسوالی ها و ولایتی هم غیر قانونی هستند. کجای حکومت افغانستان مطابق به قانون اساسی است که اینا اعضای کمیسیون انتخابات هم نمیخواین تکان بتن؟ خود آقای عبدالله خلاف قانون اساسی بالا سر درک نشسته. در همین خود حکومت افغانستان خلاف قانون اساسی توسط جبر دیگه روی کار آمده یک حکومت مصلحتی اگر قرار باشه که در انتخابات دست زنی شده و آرا درست شمرده نشده خواهی آقای اشرف غنی غیر قانونی است. چون دان عبدالله را پت کرد و خلاف قانون را یک پست مساوی با رئیس جمهور تفویض کردن آوردن و آرام شد و در واقعیت امر خواهمی است که اردوی جا غیر قانونی هستن. افغانستان همیالی با آرای مردم هیچ کس کار نمی کنن. نه ولسی جرگن، نه شورای ولایتی، نه ولسوالی، نه سنای افغانستان، نه ریاست رئیس جمهور و نه معاون رئیس جمهور. آقای جنکیری جلوی چشم شما رفت، عالم گوشمالی داده میره، تلفن میکنه. ولی شما بسیار توجه بدارین دوستان عزیز، بسیار جالب است بعضی چیزا اما تو پنهان مخفی میگذره و توجه مردم به او جلب نمیشه. ما خودم دیروز فکر میکردم که غوغایی را که بالای برقی که از رای بامیان باید رد شوه و سوگندی را که خلیلی و محقق و سرور دانش و همی بزرگای حزب وحدت میخوردن و صاحب و برادر و خوارای ازاره را برا انداخته بودن و کابل پر کده بودن و سوگند میخوردن و تا ما حق خود نگیریم و در هر کشور و حتی در لندن سپیچ و نطق اشرف غنی را مختل ساخت یک چند تا. بالاخره چی شد؟ شما میدانین چرا ای خاموش شده؟ ما تا جایی که خبر شدیم محقق و خلیلی و ایدگار را سفیر امریکا خواسته که دیگه اگه دیده بودم اتانه که دیگه چیغ زده بودین نفستانه میکشیم ورمزادا. دیدین که شب در میان گم شدن، هیچ چیز درکشان دیگه معلوم نشد، مثل که هیچ هیچ گپ نشده باشه. امو برق هم از رای سالنگ وصل شد به کابل مثل برندستان خلاص و کلگی خلاصه میشه به سفارت امریکا. رئیس جمهوری از اونا در سفارت امریکا نشسته، امر و نهی از اونجا صادر میشه. تا اگه سعی اونا رو نگاه میکنن که اگان دموکراسی تمثیل شوه، را پایمایی ها صورت بگیره، در سر استیج تنها های سیاسی خود بتن، مگر وقتی ببینه که غوغا بر پا میشه، کار از کار میگذره، قانون میشکنه، این همو قانونی را که اینا برپا ساخته که از اقل زیر یوغ ما روان باشن، باز چوکه زیر در دست سفیر امریکاست، در از پشت سر هر کدامی از اینا رو چوکه میکنن صاحب که برای خود صفاست را آدم واری روان باشین، اگر نفس تانه میکشیم. شما خواهمو فراری های دست طالب هستین که گریخته بودین، ما شما را آوردیم. باز اینا میبینن که ولی نعمتی از اونا امو و مردم هستن، ورا که کمی ببینه قار میشن در حتی پاهای از اونا میفت. دیگه نی خلیلی و محقق و دیگه یک چند تا رزیلای سیاست و آدم کشا و قاتلای مردم افغانستان یا چی کار هستن؟ یا عبدالله را هم امروز به خیال مختار دادن که دیگه بانم یه اشرف غنی رو کار خود پیش ببره. بچه در جایید بینیشین دریشی میریشی تا بپوش اینجا اونجا، مگر به کارهای اشرف غنی غرض نگی. در بند سلما و کجکی و دیگه در همین محافل بسیار مهم تاریخی
عبدالله هم عبدالله نبود. و شما میدانیم که یک کاری که اگر اشرف غنی به پیش میبرد، پالوی از او انباق صاحب خیز میزد و صاحب در یک محل او یک خطابا میداد و صاحب تجمع داشت و کنفرانس بود و اینا، یک قدرت نمایی در میانی از اینا. یعنی طول یک ماست که آقای عبدالله بیشتر به خاموشی به سر میبره. تا جایی که ما شنیدیم سفیر امریکا گفته که جایی تا بشناس دیگه بوش کو دیگه اشلاق زیاد نکو، گفته بعضی ها بانمی اشرف غنی را که چی کدام میتانه، یعنی یک مسئولیت بگیره برای چند روز بانش که می اسپی از یادم بده. بنان صاحب تارها به دست دیگه کس هاست. بارها امیره ما بریتان عرض کردیم این شبکه های افغانستان یه حرفایی را که ما شما میزنیم اول خود اینا پروگرام های لایف نداره. امی تلویزیون طولو را ببینین صاحب، امی میزای گرده از اینا کسایی که در اونجا جمع میشه دیگه رسانه ها، او سانسور میشه، مصاحبه ثبت میشه، پروگرام های لایو کاکا همه تو که همه از اکناف جهان بیاید تلفن کنه و صحبت کنه، نظر افغانست افغان شنیده شوه و ابراز شوه، اونا خو ندارن. در تاریکی های استادیو های خود ثبت میکنن، دروغ خود میگن، با پالیسی حکومت رفتار میکنن، با امو پالیسی قماندان سالارایی که از اوکی از اینا را میرسانه در خط همین شبکه ها. شبکه اینا از دوستم است، کابل نیوز از آقای حامد کرزای، شبکه هایی که در درون افغانستان با آب و تاب شما میبینین، اما با پول همین چند تا دوز و دغل افغانستان با پیش میره. در بنان شما وقتی از اونا یک چیزی را میشنوین او را نپذیرین، کرکرانا ببینین که صحت و سقم اخبار و یا حداقل و می فکر قاصر انسانی و برابر می آیند نمی قدر دروغای شاخدار اینا بیرون می کنند که ما تعجب می کنم و حد مضر هست همی رسانه های افغانستان که هیچ حد ندارد. به هر حال دوستان عزیز یک وقفه اعلانات داریم، دوباره برمیگردیم، می خواهیم نظریات شما را آزادانه بشنوم، بیان بدارین در رابطه با آنچه در امریکا گذاشته، در افغانستان، در می جنگ های سرحدی، هر کدام از او قابل تحلیل و تفسیر است. برای بعضی هم میگه که خودت بسیار حرفای خوب میزنی و بعضی هم میان در لاین تلفن بحث به یک طرف دیگه میکشانه، ما از اونا نمیاموزیم. خود مگر تا کی ما دوستانی عزیز اما موضوعات خودم تحلیل و تفسیر کنم؟ پروگرام لایف است، ما میخوایم افغانای مویسه بگیره، آزادانه پیام افغان است، ما تنها ما افغان نیستم. لطفا با ما باشین، انشاءالله برمیگرد. قرآن شریف کتاب آسمانی مسلمانان همینک به زبان پشتو برای اولین بار بر روی سیدی، متصدی و نطاق عمر خطاب، تلاوت عربی قرآن شریف از استاد برکت الله سلیم، ترجمه کامل از موثق‌ترین و معتبرترین منابع، ترجمه کامل 30 پاره قرآن شریف به زبان پشتو بر روی سیدی برای شنیدن در منزل، محل کار و حتی اتومبیل. برای سفارش با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید. اید زندان ملگرو، تاسی پخپل فکر رو کری چه دیر بلا بیل معبودان خیدی یا حق یو الله چه پر طولو بندی برلاسه ده؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دسر خانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم، برنج ممتاز با غذای مایه، برنج ممتاز با مثل طلایه، برنج ممتاز
ممتاز به به غذای مایه، برنج ممتاز به به مثل طلایه، برنج ممتاز نظری اون چه لذیذه، به نزد جمله خانواده ها عزیزه، برنج ممتاز به به شور و نواره، برنج ممتاز به به انیس مایه، برنج ممتاز نظری اون چه لذیذه، آشپز هم عزیزه، آشپز هم عزیزه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبول. آدرس: بنسپیکر شوسه 98، نمبر تلفن 0429884933 و 0176-82-08-96-5. سفر حج و عمره با کاروان ندا المغفرت، تخفیفات و خدمات عالی برای مهمانان بیت الله شریف. برای تمام عزیزان در جرمنی، سفر راحت و آرام را با حرمین شریفین به طور گروپی و انفرادی در هر وقتی که آرزو داشته باشید با معلمین و استادان عالی قدر، استاد خبیب سادات، مولوی مجیب الرحمن انصاری، مولوی محمد دین و مسئول کاروان قاضی محمد نسیم امین، با حلقه های درسی برای خواهران و برادران به زبان های دری، پشتو و عربی و آلمانی، ترانسپورت مجهز، دعام در هتل، مینا و عرفات، هتل های راحت و آرام در نزدیک حرمین شریفین را آماده می نماییم. برای حج فرضی امسال هرچی عاجل تر ثبت نام نمایید. وقت کم و جای محدود است. و همچنان دوستان و عزیزانی که میل سفر به کشورهای آسیا و اروپا را داشته باشند، با تخفیف عالی و قیمت مناسب در خدمت دوستان می باشیم. برای کسب معلومات بیشتر با تلفن ها و ایمیل آدرس زیل با تماس شوید. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان، با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنند. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید. و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0775352596. گران دوستان، سلامونه و احترامونه به هم ستاسو خدمت کیو. البته ډیر ویل لروچی وی وایو، خبرې ډیرې دي، غواړم د تاسو نظریات هم منعکس شي، یو بل سره تعاتی د نظر وشي، آزاده وغږیږي. مګر ښه به دا وي چې په یو تعقل ولاړ وي او څه چې حقایق دي هغه بیان شي. دا چوټ اندازو احساساتي او چیغې ویلو دا زه هم وخت هم ضایع کوي او ما ته به هم چندان ګټه نه وي، نورو ته به هم نه وي. او شما هم کوشش نکنین که آنچه دا چانته نداریم یک چیز را خالی کنیم که دامن خالی باشه و از او کدام چیز بیرون نشود. تلویزیون است در اینجا، یک ارزش است،
ما میگم از این استفاده کنین، از شما هست، همین تو که عرض کردم شبکه های تلویزیونی افغانستان اونا پروگرام های لایو سیاسی ندارن که نظریات همه شنیده شون، صرف خلاصه میشه با یک پروگرام های ثبت شده و سانسور شده و در اینجا شما از این نعمت برخوردار هستین. لطفاً امو اصلا مراد کنین و مهربانی کنین نظریات تان بیان. بله سلام علیکم آقای استاد، سلام میتونم تقدیم کنیم براتون. و علیکم سلام. بفرمایید. امی دیروز آقای استاد راجع به می عمر متین چې ما خبر امریکایی شنیدیم که خبر امریکایی گفت که یادم در این کلاب چندین دفعه رفت میرفت و یک حق که چک کنه امرای امیرس بازا این رو دانلود کرده بود برای خود، این رو چنل دو گفت. خب ای که به قواری از او علی یادم نیست، موجود نیست، مگر ای که یک نفر از اون کلاب بگوی که نمی تو یک آدم می آمد و می نشست و ای ثبوت در کمپیوترش در کمپیوترش آمد در کمپیوترش هم باید او دیده شوه، یک ثبوت باشه، آدم ببینه که واقعا همونطور بود. من دیدم که گفتند به آقای خطاب. نه نه امیر میگم که نه حتما ندیدن امیر شما ماه رمضان. دیگری که دیروز که آقای متین گفت ما چون در کدام از نگاه کدام رسم رواج بچه خود شهید گفت تو شهید شده میتون آقای خطاب؟ ما شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، یک 100 نفر بیچاره در خونشان نه جنگ نه آخر شهید. ولی افهم خواه ای قایده جهانی شده که در افغانستان هر یکی دیگر دو مسلمان یکی دیگر خدا میکشت، میگه از اون مردار شد از ما شهید شد. حالا من امیر آواج هست در امی بله امیر در افغانستان هاینی شده امیر امیر آقای متین تشکر آقای خیلی من آقای متین پسرش هست دیگر عزادار هست. چی بگویم؟ بله سلام علیکم سه سلام علیکم اصلا والله این شبای چیز آمد خوب نه گب میزنم هر چی شد صدا را خاموش کنین سه والله این گرفتاری ایست رحمانی سه صدا میره اذیت میکنه گوشای مردم ها، شما یا او را صدا را خاموش بسازین یا دوباره تلفن کنین. دوالا کار میکنن بسن دوالا نگرامی شما ملاحظه نمودید که رشید دوستون دریشی نظامی دتن و بسیاری جنگی امر شریک مغنی و راکت را از هوا و به زمین علیه گروه طالبان میداد تا آنا از بند برده شود، در حالی که افراد تحریک طالبان در منازل پنهان بوده اما افراد ملکیت بر میروند. آقای اشرف غنی این واقعات را در تلویزیون داخل قصر کشایی ملاحظه مینمود، شاید دستگاهش خطوط کند اینه که دکتر نجیب میخواست از افغانستان فرار کند چی طور از طرف رحمانی صاحب بیام برمبازی تا پسکو قربان شم دموخانی یا در امون تو یک موقعی که غالمغال است شما تلفن نکنین. در این ماه رمضان یک غر و پر است که یک کلمه از دوستم میشنوی یک چند تا برما اونجا کانسترکشن دارین در خانه تان، یکان بار امید احترام گوشای مردم هم کنین، اول سر خودم هم تو بعد میخورم وقتی میبینم هم چی میگه مقرراتی بسیار سعدی که میتونیم او را مراد کنیم او را نمیسازیم، بالای دیگه صحبت میداریم مگر خود ما هم اینجا برمرا نمیتونیم که استاد کنیم غر رو پر میکنم باز صحبت داریم. بله بله رحمانی صاحب آقا جان بشرد وقت چی گذره من گل کردم آقای گل بشرد وقت چی گذره گل نیست نی رحمانی صاحب امروز تلفن نکو، ما معذرت از خودت میخوام، باز اگه میخواستی در یک پروگرام دیگه تا که خاموش خاموشی نباشه در خانیت یا برو در یک اتاق دیگه تلفن بزنین خود خواهی قدم بیدی سفید هستی همین چیزای خورد و ریزه را فکرت نمیرسه یا در خانیتان بگوین بری دیگه. برحال لطفا دوستان عزیز تلفنتان مهربانی کنین و بالای اوضای افغانستان صحبت بداریم. یعنی در اینجا خبری بسیار جالب برای ما میتونم از بدارم که در قندوز اینا میگن که تعدادی طالبان از عسکر افغانستان کرده بیشتر است. این بسیار جالب است.
An in-depth investigation by True News has found that security forces are far outnumbered by Taliban fighters in the northern province of Kunduz, and that troops continue to be in the defensive mode rather than on the offensive. And we have a security of Urdu Afghanistan, that is Kunduz, قرار شبکه‌های دروغویی که با طرفداری و جانبداری از اونا حرف میزنن اونا وقتی بگوین بسیار مدار اعتبار است بیشتر چون با منفعت و سودی از اونا خبر پخش میکنن دیگه اینجا خود گناهی کی از قربانی چون و برین حکومتتان قایم بگیرین این کسایی که دیگر مقصر میدارن برای بدبختی افغانستان بله سلام علیکم سلام علیکم آقای خطاب آریان هستم از آلمان آریان سر زنگ میزنم بفرمایید خوب هستین سر خیر خیریت ما سر خواستم به نمایندگی از همکارای بخش اروپا آقای شریفی آقای کوهستانی خانم کوهستانی آقای زبیعی و سایر همکاران از شما سپاسگزاری کنم که در قبال همه مسائل و خصوصا مسئله عمر متین شما بسیار موقف واضح روشن و صادقانه شخص خود و تلویزیون پیام افغان را در این دروز ارائه داشتین و با اکثریت سوالا و پرسشا بسیار زیاد با صبر و حوصله‌مندی و وضاحت صحبت کردین خواستم همی سپاسگزاری و همیاری همکارای آمبورکا بر شما لایف در برنامه بگویم بسیار زیاد تشکر آریان صاحب ما همه ما انشاءالله مساعی داریم تا اقای قانچه هست و را برملا بسازیم دور از کلام هراس و جبن و البته وارونگی که کی خوش میشه و کی متاثر میشه اما اصل جورنالیزم هم همی است که احساسات شخصی خود آدم کنار بگذاره و قایر آنچه به حکوم پیونده حوادث برملا بسازه خصوصا باز یک شبکه وقتی در بیرون تحت قانون دموکراسی و صدای آزاد قرار میگیره او میتونه بیشتر سهم خود ایفا بوداره در رابطه با خصوصا قضایه یک کشوری که در خون غتور است و فردای نامعلوم داره و شما هم انشالله همین طریق پیگیری میکنین میدانم از طریق پروگرام هایتان یقینا ما موضوع را به شما گذاشتیم دو روز ما برنامه را تعقیب کردیم واقعا تمام زوایا را شما رو روشنید انداختین بسیار با وضاحت و بسیار با حوصله‌مندی و بسیار از یک دیدگاه بالای ژورنالیستیکی ما به شما افتخار میکنیم آه تشکر لالا بسیار لطف کردی آقای آریان شما را هم تقدیر میدارم شب و روزی زحمت میکشین شما و خصوصا آقای احمد جان شریفی صاحب یک شخصی بسیار صادقی هستن ما باعث یک برادران بسیار دوست داشتنی همکار نزدیک ما تلویزیون پیام افغان که شما هم زحمات پیگیری دارین در بخش رسانه وقایع اروپا خصوصا اوضاع محلی هامبورگ و جمله اروپا را به حیث یک دریچه یا واقعا دریچه اروپا است بسیار صادقانه و مسئولانه ایفا می‌دارین ما از شما هم شاکر هستم بسیار ممنون آقای آریان صاحب لطف کردین شکر شما خسته نباشین و تلویزیون پیام افغان همیشه سربلند و آباد باد تشکر امین لطف کردین یقینا نگان بردم درون خانه خود آدم فراموش میکنم و یگان بار در منزل خود هم شوخی میکنم میگم و یک نفر دیگه مرا تقدیر میکنم شما چرا مرا تقدیر نمیدارین آیا از ما خسته شدین از صحبت ما از گفتار ما یگان بار منتها همین قاعده همه طور است که در درون یک گرگان از یک دیگر بیشتر تقدیر صورت نمیگیرم اگر یک نفر دیگه می اثر شانی آدم دست خودم میگذاره و تقدیر میداره این قاعده عام بوده ما یک وقتی دکتر صاحب ناشناس مصاحبه میکردم با ایشان بسیار مقبول میخوانن و یکی از هنرمندان شهیر افغانستان هستن گفتم خانم تو وایش کرد که شب روز خود استاد در درون خانه و هرمونیه میزنه و بیت میخوانم او بیشتر لذت خواهد برد گفت نه والا ترس بیادر که در ما اول که ازدواج کرده بودم یک چند بار کلا شور داد باز آله که همیز هرمونیه را میگیرم و یا باشپزی مصروف میشه و به یک طرف دیگه خودم بیکشانه
یقینا همونطور است. دوستان عزیز من از آقای آریان بسیار زیاد ساری امتنان دارم، سپاس، لطف کردن. همونطور است اوضای افغانستان دوستان عزیز سیال است و تحت تاثیر اوضای جهانی قرار دارد. امروز شما افغانستان و افغانستان سابق نیست، و کشوری که از خود یک شاهی داشت، خود ارادیت داشتیم، سرحدات ما محفوظ بود، جنگ و دعوا در درون افغانستان وجود نداشت و تفنگ فایر نمیشد، بلوا و ملوا نبود. در فضای آرام اگر غربت اقتصادی بود، مگر غنای پیس و آرامش فکری برای مردم موجود بود. یگان بارم یه ارزش‌ها را اگر آدم پالو به پالو بگذاره، وقتی اون نبود باز انسان متوجه میشه که او خوی اگر ارزش بسیار نیکی بود. اون روز ما با یکی از دوستا صحبت میداشتم، امیر مطرح ساختیم، گفتم که اگرچه دوران پادشاه سابق دوران بسیار درخشانی نبود، چی از لحاظ معارف و چی از لحاظ اقتصادی و پیشرفت ها و توسعه و یرفا، مگر آرامش تأمین بود در او کشور و در همونجا ما آرام بودیم. یعنی ترس و احراسی که یک بام انفجار میکنه، یک بلوای میاد، یک پادشاه گردیشی گفته بازی ها، در همون فضا ما بزرگ شدیم. وقتی یک انسان در یک پیس و صلح بزرگ میشم، فکرن مغزن یک شخص سالمتر می باشه نسبت به ای که غنای اقتصادی داشته باشه و از فیر تفنگ نان بخوره و یکی دیگر خنجر بکشه و بکشه و در طول 40 سال خونه ببینه و آدم کشی را و دروغ و حزب و اسبازی را، و شخص سالم نمی باشه. اگر مقایسه کنین او ارزش بیشتر بود نسبت به حال. به او ارتباط ای که امروز یک چند تعمیری هست و تلویزیون های فراوان هست، مگر امو یک رادیوی افغانستان قدر لذت بخش بود، قدر پیس و صلح را برای مردم میرسند، اگرچه با اوقات بسیار محدود نشرات داشت که خود ما هم از زمره نطاقه رادیو بودم، در وقت بسیار لذت داشت. حالا ببینین که همین تلویزیون های فراوان جایی که دروغ، جای سیریال های ناقص، آهنگ های منحرف کننده اینو آن پخش میشه، سب هر کدامی از او یک زهر است که در لابلای یک چاکلیت و شیرینی در دهن انسان افغانستان گذاشته میشه. به هر حال بله، سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. بله مهربانی. خطاب صاحب اجازه ده سو خبری دغه دو موضوعان تاسو مطرح کړی، په دې باره کې وکم. مهربانی وکئ. اول خو زه دغه د بیگونه انسانانو وژل چې په هر مسلک، هر مذهب، هر لاره کې او په هر قانون کې منع ده او حرام ده د اسلام د نظره، زه تقبیه کوم. صدیق متین که هر شو زوی دغه زوی او وی منګری که منګری ده زما زیګری ده دغه زوی، هغه ته زه تسلیت وایم. خو دغه خبرونه چې ما واورېدل د دې خبرونو څخه داسې بریښي چې ما ته یو څو سوالونه پیدا شوي، که اجازه مي دا سوالونه تاسو سره مطرح کړم او اورېدونکي دې هم واوري، او په دې د او دا څوک چې د امریکا مسؤلین دي دا خو ترجمه کېږي، دوی به هم په دې باندې څېړنه کوي. اول دغه متین، عمر متین چې دوی وویلې اف بی آی د دې سره فایل درلوده او دوه واره ورسره انټرویو کړې وه، او د اف بی آی پر اډار دې څنګه کولای شو چې داسې اسلحه ترلاسه کړي چې په هغه اسلحه باندې 9 کسان ووژني او 350 کسان زخمي کړي؟ دا یو سوال. دوم سوال دا ده چې دوی وایي چې 911 ته عمر متین زنګ ووهه. تاسو ته معلومه ده خطاب صاحب چې کله 911 ته څوک زنګ وهي، پولیس دا وسایل لري چې هغه سړی ګوري چې کوم ځای کې ده، د کوم ځای نه خبرې کوي او کوم ځای نه زنګ وهي. نو کله چې دوی په دې پوهېږي، دوی ولې د ده مخنیوی ونه کړ؟ دریم سوال مې دا ده چې دی څنګه وتوانېدلی شو چې په دغسې کلب کې چې هغه کې 350 کسان وي، دوی ورته باونسر وایي یا باډي ګارد، حد اقل شپږ کسه باډي ګاردان باید په دغسې یو دغه کې موجود وي، په دغسې یو کلب کې؟ دا څنګه وتوانېدلی شو چې د یو ماشیندارې سره او یو تفنګچې سره دی په دغه کلب کې ننوځي؟ څلورم،
آیا سونه مرمۍ د سره و چې دغه مرمۍ د استعمال کړې حد اقل که پنځوس کسان یې ونیسو او دا پنځه پنځه مرمۍ د استعمال کړي پیو مرمۍ خو څوک نه وژل کېږي دا کېږي دوه سوه پنځوس مرمۍ او که چېرته دو دو مرمۍ حساب کړو چې دا درې پنځوس کسان یې زخمي کړي دا کېږي یو سلو شپږ مرمۍ چې که د دې عادي وزن ونیسو ما چې محاسبه وکړه دغه ټول د دې اسلحه او مرمۍ ټول سره کېږي تقریبا اتیا پاونډه دا څنګه اوس توانېدلی چې دا اتیا پاونډه اسلحه ځان سره نقل کړي بل سوال مې دا ده چې کله دی داخل سو آیا دا د یو نفر کار ده چې پنځوس کسان یا نه څلوېښت کسان وشو وزلی او پنځه درې پنځوس کسان زخمي کړي دا ده منطق او د جګړې په لحاظ چې مالس کاله په جهاد کې تیر کړی دا امکانات یې ډېر کم دي بله مسله دا ده چې دوی وویل چې دا سړی ریکارډ درلوده او د دوی د راډار لاندې و نو چې کله د ده راډار لاندې و د ده ټیلیفون باید وایر ټیپ شوی د ده ویبسایټ او د ده فیسبوک باید در کنټرول لاندې وی دا څنګه دی وشو توانېدلی چې د آیس آیس سره یا د داعش لعنتی او تروریستی سازمان سره یا القاعده سره د ارتباط ونیسي که چېرته د ارتباط نیولی وی نو اف بی آی یا دغه د امریکا نیشنل سیکیورټي باید دی دستګیر کړی وی ځکه سی آی ای په نورو جهان کې او اف بی آی په نورو نړۍ کې د دوی هغه استخباراتي دستګاګانې نور جهان کنټرولوي دوی څنګه ونشو کولی چې یو سړی چې دوی ورباندې مشکوک هم و دی ونشو توانېدلی چې دی کنټرول کړي همداسې نور ډېر سوالونه شته ده چې دوی د ځواب نه عاجز دي نو داس زه داسې فکر کوم خطاب صاحب چې دغه مسله یو سیاسي مسله ده انتخابات راتلونکی ده دغه کسان چې سلا په امریکا کې خرڅوي خلک په ډار کې اچوي چې دوی سلاګانې خرڅي په میلیونونو ډالره دغه شاټګن او ګنونه په دغه خلکو باندې خرڅ کړي یو دوم دا چې دوی مسلمانان چې دوی اووه میلیونه وایي خو زما د معلوماتو او ریسرچ په حساب شپاړس میلیونه مسلمانان په امریکا کې دي دغه د مسلمانانو او غیر مسلمان ترمنځ بې اتفاقي راولي او دوی پکې مایان خټ کړي او دوی خپل استفاده ورنه وکړي دا معنا نه لري چې د امریکا ټول دولت په دې باندې اخته ده یا د امریکا ټول خلک خو هلته اکستریمستان شته ده چې دغسې کارونه کوي ما دلته نور ډېر سوالونه هم دا ما په انګلیسي لیکلی تاسو ته واستوم او یو بل خبره د تورخم په باره کې زه تاسو ته عرض کوم دغه یو تیا ده چې د پښتنو په ضد باندې د پاکستان او د پاکستان د ایجنټانو چې شورای نظار او جمعیت اسلامي او دغه نور خلک دي په افغانستان کې دا یو توطیه ده چې پښتانه یو بل سره جنګوي چې اخو هم پښتون عمري او دی خو هم پښتون عمري او نهایت کې دوی خپله لاس راوکړي نور هم وخت نه نیسم ډېره مننه لطفا موږ دا وروره خبرې ډېرې دي یقینا دا شیان چې تا وویلي د صدیق متین په ارتباط ډېر معقول شیان دي مهرباني وکړه دا اصلاحه یې څنګه لاسته راوړي اګر چې اصلاحه خو د یو سکیورټي ګارد کمپنی سره کار کو څو کاله په د خپله هغه فدرال کورټ هاوس کې د سکیورټي ګارد و دغه چا چې د اصلاحه هم خرڅه کړې هغه هم راغلی وایي د ال ډي جي لایسنس باندې سلا اخیستی او بل چا هم پرې خرڅه کړې ده مګر دا نور شیان چې تا وویلي 911 د لارې نه چې تیریږي هلته باونسران دي همداسې اتیا پاونډه وزن یو سړی واخله او بیا ډېر ښه دی هغې د هغې سره اچولي وو چې ما ته هم جالب و بله سلام علیکم سر بله سلام علیکم شما خوب هستین شکر فضل خدا آقای خطاب شما درباره جنبش روشنایی گفتیم که جنبش روشنایی در بخاطر برقرای سالنگ نگذشت نگذشت از آن ماه رمضان است احترام در ماه رمضان اصلا عقیده دارید در ماه رمضان یا ندارید شما نمیفهمم امریکا هم
امی شبکه تروریستی که صدا نفر دار دادی نیمی شبکه شما آقا جان ولی خلا اینا تیر کدن خبرارم شنیدی و اپروو هم امی شد که از رای سالنگ بیاه و بادارید کلان شما خلیلی و که ما حقیق و امی شما واری آدم هم تو تیگکا واری ششته بودین شور میدادین غال مغال و دیگه و دیگه و یک بار دیگه هم همه تو همو چند نفر برادر ازاره را که از رای چی ربوده بودن و چند تایش کشتن در کابل چی غوغا شد باز کلگی رفتن طرف خانه خود چی شدن همونه ماه رمضان است و فلانی تر شده و دانه که تواز میکنی و برو بیادر بادار تبو که هم روشنایی را بیاره نامش هم جنبش روشنایی ماندی و جنبش روشنایی خود تاریک شد چه شد خودی تکمه که عقل تا به کار بیانداز ما از این شما دفاع میکنم از شما ازارا یعنی محقق و اینا همه تو گسفند داره شما را میفروشه اونجا خمینی شما را میفروشه در عراق و در چی در سوریه کلی را در گردنتان مندازه لنگولاشتان میکنه و اینجا در درون یک چند تا نشسته شما را سوق میته ای طرف طرف و دایه خاموش شد چی شد بیاده این ماه رمضان نداره خب مسئله حق در ماه رمضان کلگی مثل خود خواه باشه باید هیچ کار نکنن از حق خود در ماه رمضان باید ده برابر شما از حقتان دفاع کنید خب ماه عبادت است عبادت از حق دفاع کردن خب یک جز ایمانی تست قربان یکی از سفارشات دین اسلام است ظالم و مظلوم هر دو در دوزخ میفته شما مظلوم هستین خب چی شد؟ و سفیر امریکا آمدی را گفت که اوش کن که دانت شور ندی که دانت چیر میکنم تا یخنت گم شدن رفتن نه بیادر مسئله روشنایی بودن از دل خود گپ میزنی بله سلام علیکم خطاب سر سلام علیکم و علیکم سلام خطاب سر شما را خدا خیر بده درباره عمل عمر متین ما تقبیه میکنیم خب شما بسیار خوب گپ زدین بسیار خوب راستی حقیقت هم گفتین و راستی شما هیچ کدام تغییر در وجودتان نامده بود من اون روزی که من دیدم تیم آقای تیمورشاه حسن بیخی دیگه از چطه بر آمده بود کل مسلمان ها را دوزد کل اسلام گفت فساد هم اسلام است کل دنیا را اسلام در خطر کرده او برادر کجا اسلام در خطر کرده دنیا را یا در خطر کردن اسلام یا آرام نمیمانند که گفت چی دیمه پیران تنبان درازه در دین عمق دین میره یا کلش گفت یارا بگیرن یا بندی کنن ای چی حال انداخته ای ما چمی اما اوندوک گفتی که ما کشیدمش راستی سعید من همی از اوندوک کده به خدا بتر بوده حالا از دین خود آدم خود از دین خود استاد نباشه والا من رب بکشن خدا راستی من از دینم تا آخر استاد هستم و یکی آدم کامد یه آدم به الاغوی هستی چوچه مزاری هستی کسیف نه همیشه در هر پروگرام بیا دیگه وقت تا نمی والا گفتم مشکل ما ایسته که امریکایی میگه که شما آزاد هستین کلمات صحبت بیانتان رو بدارین برای من بسیار جالب بود در این جمعی شبکه های تلویزیونی که آمده بودن امریکایی هر یکی خواهش میکرد که امید شماری تلفنی آقای صدیق قیمتین اگه مرا بدی زاری وزر میکردن حتی یک دختر پاکستانی هم این جمعی راپوری را که من نشان دادم روی صفحه تلویزیون یک پاکستانی است که اینجا راپورتر یکی از کانال های که فاکس لاس انجلس هستن چنل 9 است یا 11 او زاری کرد که خودت خو افغانستی من پاکستانی نمره را تنها مرا بتی و دیگر را نتی که می راپور ما اول پخش کنم اونا حراس نداره که با امرای صدیق متین مصاحبه کنن و صحبت کنن و با خورد مردم بته و این حادثه در درون امریکا صورت گرفته تلویزیون در امریکا است و ما هم افغان هستیم و این در یک فامیل افغان صورت گرفته ما باید بترسیم و حراس کنیم و قانون میگه که شما نترسین خوی حق قانونی تان است شبکه های امریکایی و خارجی و اینا ژاپنی و چینایی و مکسیکی و اسپانوی همه میان اینجا بمرای ما مصاحبه میکنن بمرای صدیق متین سی این این مصاحبه میکنن آقای کرزای هم ارشاداتی از اونا رو ما جالب بود برای ما در بی بی سی و صدای امریکا مگر یک افغان یک در درون یک شبکه اینجا باید حراس داشته باشه که او به زندان میره و کشته میشه و ربوده میشه و از بین میره نه امریکا بیشتر ملک قانون است بیشتر ملک
خوبی هست، یکی از جانیانی که جرم مرتکب میشه اونا با چشم باز میبینه. ای افغانستان واره که نیست، برن پرتش در زندان ای بچه چطور کهی را. مرا یکی گفته بود، میگه یک سردار قدیمی بود، میگه او وقتی یک کسی نزدش میامد قایدی از او بود، یک کس اگه به زندان میانداخت میگه ای را برن بشانه نشه. میگه یکی آمده بود برای دیدن امو سردار صاحب، میگه او گفته بود که فلانی آمده، گفته برین بشانه نشه، یعنی برای ما یک نیم ساعت بعد بیاره نشه. او قماندانی که هر یکی را برده بود اون بشانه در زندان انداخته بود، امیر هم دست و پاچه شور داشته بود، بس نکده بود برده بود در زندان انداخته بود. باز شش ماه بعد میگه سردار صاحب گفت که امو آدم چی شد صاحب، باز نامد، گفت او را خوش ما گفتیم که بشانین، او در وزارت داخله در زیرخانه انداختیم. نه، گفت ما گفتم که او را اونجا بشانین و دوستم است که نیم ساعت بعد بیارین، ما هم فراموش کردم. باز در افغانستان اونطور چیزا در اینجا میبینه چپ و راست خوب و بد، تو نیست که همه را کشک و پرت و یا حکومت لنینزم و حکومت کمونیستی چین و روس است که به سایبیریا بفرستن. مزایای کشور را توجه کنین، را تقدیر کنین، اپریشیت کنین. همون آدم اون کاری که کرده اونه به جزا اعمالش رسید، کشتنی شده اون زندان. بله سلام آدم اون کلاب. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم جناب آقای خطاب. شما چرا ما؟ با ما خوب کردم اون تو رو قطع کردم. با همی زبان بدت، با همی افکاری که در ماه رمضان تو حرفای کثیف از زبانت برآمد، بازم که تلفن کردی حال دیگه نمره تانم میشناسم. اوش کدو گنج تلفن نکن. اگر بیشتر ما با محبت دوستی برخورد میکنی، وقتی با ما این رقم صحبت میکنی، معنی از این که هم افغان ها متاثر میشن، چون صدای خودت به این لحجه و سبغه میشن، و من مسئول هستم که خودت دیگر نمانم که مردم هم متاثر بسازی. بله سلام علیکم سه. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سنگه او رو متصاله دیو پنندو شکر در سوال دل خدا دیو نظر تاثر شریکم در صدیق متین سیب زوی ببارکه دا ما خطاب سره کوم چې په کور یو سو مود مخکې د محمد علي کلی چې وفات او دیو ته په زرهاو مسلمانانو د نړۍ د ګور ګور نه راغله جنازې ته، حتی د نړۍ له ولس مشرانو له جملې نه، لکه مثال د ترکیه پاچا ته داسې نور دې ته ډېر خلکو هرکلی وکړ، د اسلام نوم یې زښت زیات جیک او ډېر خلک زښت زیات لذت له دې نه ویوړ. آیا دا زما په نظر باندې شخصي او خپله خپل نظر هغه کوي، دا داسې یو حکومتي توطیه ده د مسلمانانو د جوړه سوله دیاره د امریکا کې دیاره تازه دغه کار یې کړو، دغه بېچاره دغه هلک یو احتمال یې هم یو احتمال یې هم هغه د وروره کله کله دغه خپله د سړي فکر ځي هرې خواته، د انسان فکر وایي ډېر شکا کوي په هر ارتباط فکر کوي. دا خبرې چې معروف صاحب وکړې ځینې دلایل پکې پراتو، دا هم یو چا ماته وویلې، دا چې ته وایې ماته وویلې وایي دغه دا د علي کلی دا جنازه ډېره شانداره تېره سوه، او هغه هم دا خبرې چې په سابق کې کړې وې او ډېر شهیره یو شخصیت د تاریخ د امریکا تېر سوی ده، د هغه جنازه کې مسلمانانو اشتراک وکړو، جنازه یې په اسلامي طریقه وسوه، دا یو خیلی مثبت اشتهار مسلمانان تو اوسو متعقب دا مسئله اوسو امکان لري چې دا په هغه پورې ارتباط تو لري. ځینې وایي دا ارتباط لري په هغه پورې د سړی ډانلډ ترامپ پورې چې هغه خلاف دی هغه د همدغه ترور و ترورستان و مسلمانانو ده چې هغه رایې وګټي، و هر یو یو توجیه ورته ورکوي. مګر دا چې حقایق څه دي، خو حقیقت همدا چې دا سړی تللی خلک یې وزلي دی، څنګه وزلي دي، چګونګي ځینې شیان چې ده وویلې د معروف صاحب ما فکر کوم او کلب کې خو چې 350 نفر وي دا سکیورټي چیرته وه چې دوه درې نفر خو د اقل باید ولاړ وای، ځانونه یې پرې اچولي وای. بیا یو دوه درې نفره 350 نفرو کې وزنه وزنه خو یو سړي به خو لاس ور اچولی و نیولی به یو نفر دومره نفر مړه کوه، زخمي کوه، یا ګروګان نیسه. دا خبره رښتیا د منلو وړه نه شي کېدی. بیا دا څه ډېرې ښه ارزیابي وکړه چې 80 پاونډه یو سړی وړو په همدغه قوت باندې، بیا خلک هم وژنه، او بیا دا هفتیر هم چې دا خو 300-400 مرمۍ خو نه لري، هر توپک شاید چې ډېرې ولري زه نه یم خبر، خو همدا 500 یا 600 اصل مرمۍ به ولري. بیا په آخر کې هم مرمۍ پولیس ته هم فایر کولې او هغه کولې. دا سوالونه دي د سړي دا فکر کې تېرېږي چې دا ولې داسې شوي دي، او حق لري یو انسان چې ارزیابی او که دقیق سانتر پیدا که. بله سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سالی صاحب محترم گل بفرمایید، خوش آمدید. تشکر خطاب صاحب محترم از این برنامه جالب شما. واقعا که یک ژورنالیست هست، ما از شما یک تقدیر خاصی از صبوریتان میکنیم، خونسردیتان و ثابت قدمیتان. میرم واقعا که یک ژورنالیست حقیقی مثل شما، هر کس باید مثل شما ثابت قدم باشد. وقتی که یک مصیبت وارد میشود، انسان ها هم شناخته میشوند، انسان های ثابت قدم، انسان های متزلزل و بپایه. واقعا که شما انسان های از اون جمله انسان های با پایه و ثابت قدم هستید. باور کنه که در چینل شما، در شبکه شما بسیار افغان ها سرسر سیراسته که باش کنم مصیبت سر من نبیه زنگ نمیزن حتا. و باز های مصیبتی که با بالای فامیل صدیق متین آمده، ما این غم و اندوره برشان شریک میدانم، من شریک هستم در غم و خداوند صبر و سخامت و فامیل متین بده و به کل افغان ها بده و این مصیبت خداوند دور کنه. و واقعا گفای برادر معروف هم تایید میکنم، واقعا که یک توطئه سیاسی بوده، دیگه این رفته به افغان و به مسلمان نداشته. و بازم از شما تشکر میکنم، از لطف خداوند شما را جداره نصیب بگردانه و شما را خداوند صبر و سخامت و پایداری زیاد نصیب بگردانه. شکر. که این موضوعات را بررسی میکنه و هر کس که والا شما تومت هم میزنه، هر کس که با زبان بد شما را یاد میکنه، خداوند هدایت شده اگه هدایت نمیشه در ماه مبارک رمضان زبانش را گنگ بسازه. نگه می گفتار ما بود. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر از لطفتان. یقینا مهربانی کردین، از تمجید و تقدیرتان. مگر نترسین تلفن کنین خیره، کس شما را زندانی نمیسازه. او خداوند که شما را زندانی نسازه. یکی از رؤسای جمهوری امریکا، نمیفهم واشنگتن بود یا کلینتون یا لینکن یا جفرسون بود، که او را باز رئیس جمهور ریگن او را کوت میکرد در نطق و خطابی خود، میگه ما از این چیز نمیترسم مگر از خود ترس میترسم که در فکر ما واهیمه نبی، از او باز ما بیشتر میترسم. خود ترس یک ضعیفی انسان است و یک چی میگم، غضب خدا خو گفته نمیتونیم، یک ارزش بسیار منفی در دماغ یک انسان خلق میشه. همی آدم جبون و ترسو معمولا در زندگی بسیار نارام میباشه. آدم با جرأت و غیرتی و ایماندار باز میدانه که خداوند حامی راستگویان هست. و در امریکا هم اینا تشویق میکنن که truth will set you free، اما خود واقعیت گویی و راستگویی شما را آزاد نگه میداره. اگر چی تو نیست که شما اگر یک نفر رو زنجیر و زولانه میکنه و باز حقیقت شما را آزاد میسازه، می خود البته منظور آزادی فکری انسان ها هست که آدم جبون و ترسو در قید ترس و جبن خود قرار می داشته باشه. آدم راستگو و حقیقتگو با جرأت بسیار در فضای آزاد صحبت می کنه، نه در قید کدام حزبی است، نه کدام قومی است، نه تو مستقیم در برابر خدا، در حزب خدا خود می بینه. ما هم همونطور هستیم. ما بیادر نه یک حزبی نه ثبت نام کردیم، نه تایید می کنم، نه تمجید می کنم، مگر حقایقشان رو می گم. خدا کنه حزب در امثال باشه، حزب مکی معظمه باشه، از هر جای باشه، برای ما بی تفاوت است. آنچه از سوره بیان میدارم و اصل اسلام امیره میگه. وقتی امر امی است که خود پیغمبر اسلام در حالات بسیار داغ و بسیار جنگ و اندوه و حتی دندان مبارکشان در بعضی غزوات شهید شد، در جنگ بدر، و حتی گفتن که پیغمبر به قتل رساندن. مگر وقتی فراغت حاصل کردن، هیچ در شخصیت از او یک ذره یک موی تغییر نیامد و همون خنده و تبسم از چهره رخسار مبارکشان زدوده نشد و میدانست که حامی داره و حامی ما همون پروردگار است که باقی است و ما فانی هستیم. نه امپراتوری میمانه و نه جمهوریت میمانه و نه پول میمانه، همه ما به خاک متوسل میشیم. و شما ببینین در زمره امی کشاکش روزگار در طولی سالها، و کسایی که خود خدای افغانستان میگفتن چقدر ذلیل شدن، پس شدن، رفتن از بین. امروز هم همو روزگار است و همو قانون طبیعی
که انسان ها میاین و میرن و قرآن به صراحت واضح میگه همه طور هست و همه خود طبیعت برای ما و شما میگه کی زنده است؟ همی ریگان یا جفرسن یا لینکن یا این و آن هر کدام زیر خاک شدن یا رفتن پس کلای خود و رؤسای جمهوری که دو بار رئیس جمهور شدن چون جور دبلیو بوش امروز داره همی تکساس داره پس خانه تکساس افتاده چند تا اسب و چی داره کس بلاغ سلامش والیک بگیر یا رؤسای جمهوری چون لیبیا و عراق در کشورهای عربی به حد اینا دیکتاتور بودن برای ما یکی داستان کرد در وقتی که میگه لیبیا دارم و قدرت خود معمر القذافی بود میگه موتر یک نفر خراب شده بود بالوی قصر معمر القذافی هم و پوز موتر خود بلند کرده بود یا هود موتر که او را ترمیم کنه در اینجا یادش آمده بود که قصر معمر القذافی است اگه وا خبر شون و حتما فکر میکنه که یک کلام با میره با خود آورده میگه موتر اله داد بگروز میگه به حدی چارنال میدوید سب که موتر خود دارم اونجا اله داده بود و که کس نفهمه که من اینجا در پهلوی منزل یا قصر معمر القذافی موتر خود ترمیم میکنم کنم حادثه برای من رخ نده به این حد مردم از می ترسیدن باز روزهایی را شما دیدیم که چی شد برحال برمیگردیم بعد از یک وقفه اعلانات سه جدیدترین قلم الکترونیک جهت تلاوت و ترجمه قرآن عظیم الشأن. تلاوت قرآن شریف با صدای اساتیدی چون الافاسی، السدیس، العجمی، القامدی، المنشاوی، زکی داغستانی، محمد ایوب و شیخ المنشاوی به همراه اطفال. ترجمه 30 پاره قرآن شریف به 18 زبان از جمله انگلیسی، دری، پشتو، فارسی، روسی، آلمانی، اردو، فرانسوی، ترکی، ازبکی و کردی. برای شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشأن با صدای قاری مورد علاقه خود کافی است قلم را روی نام قاری مورد علاقه خود بگذارید و پس از آن آیه یا سوره مورد نظر را انتخاب کنید. به آیه مورد نظر با تلاوت قاری منتخب خود گوش بدهید و ترجمه آن را به هر زبان که می‌خواهید بشنوید. قلم جدید الکترونیک با قابلیت تلاوت و ترجمه قرآن شریف و توانایی ضبط صدا. توجه داشته باشید این قلم تنها نوع قلم الکترونیک خواندن قرآن عظیم الشأن است که می‌تواند صدای شما را نیز ضبط کند. تلفن سفارش 818-884-7018. اونجو سوپرمارکت بیلشتیتر آبشتراسه 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امراه با ماهی تازه مواد گوشتی کنسرو شده اقسام میوه ها و ترکاری های تازه انواع نان های تازه انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر اونجو سوپرمارکت سوپرمارکت بزرگ با پرسنل مجرب با انواع و اقسام خوراکها در خدمت شماست.
برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. قابل توجه، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید، اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منتشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استودیو در هامبورگ با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی، من احمد شریفی از احمد استودیو در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، باز هم عرض سلام و احترام داریم. دقایق اخیری پروگرام میخوایم افغانای ما نظریات خود را بدارن در رابطه با آنچه گفته آمد مهربانی کنیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سمتران. و علیکم سلام جورد پا خیلی نخفل مهربانی. ما سلام های خدا با امتنای خود و با هم مسلمان ها تقدیم میکنم. همین تلویزیون شما را که میبینم و اول همین موضوعی که در فلوریدا یادسه که شده که راستی همه ما رو متاثر کرده، یک کشتن انسان های بگونه راستی بسیار قابل قبول نیست برای هیچ انسان و خصوصا در اسلام اصلا هیچ چی نیست نیست. بله سه پیغمبر ما امیر حکم کرده بود که ناحق انسان کشتن چی کار بدست انسان نیست که باشد. دیگه در ذهن ما خود همی سالی سو همیشه که صحبت میکنه، صحبتاش اقدر نشین است، اقدر یعنی میگیره گپایش آدم ها. و راستی همی انسان های متزلزل، همی انسان های که بیادریم لاشخور که همیشه از مواقع استفاده میکنه که میبینه که ولی جی یک چیزی شده توی که همی عریف خدا یا کسی را که خوش نداره و از این طریق بطارم یک سلامه باش برسارم. این بسیار مردم های نامرد و نحل است، خصوصا نمی موضوع افغانستان که بعد از سپتامبر 11 چی شد، کتمی چی قوی امریکایی همی چند تا دوز و دقل آمد کابل چور کرد، سابق تکه تکه کرده بود، آره میونه چور کرده میره. ایت مردم آینده نداره، بقا نداره و شما این پیام افغان همیشه راست گفتین، براستی و صداقت. اول خودم اگه باشم اگه سرم میره ممیال حاضر هستم که براستی و صداقت باشه، همیشه باید راست بگوید، دروغ نگوید. در این مملکتم آزادی بیان که اجازه داده به خاطر از این که هر کس گپ دل خود گفته میتونه که امون واقعیت که باشه،
و شما همیشه این متانت داشتین و راستی ثابت کردین. آفرینتان، خدا خیرتان بده و زنده باشین. بسیار زیاد تشکر رحمی صاحب، عبدالله که مهربانی کردین. بله سلام علیکم محترم خطاب صاحب، سلام علیکم، خدا کنه صحت داشته باشید. صدیقی صاحب، صدیقی صاحب محترم، تشکر از لطفتان، سلام علیکم صاحب. سلامت باشید. یک دقیقه وقت شما را بگیرم. ما هم با ارتباط به می قضیه که از طرف پسر محترم آقای صدیق متین با وقوع پیوسته، ما به تسلیت خود خدمت شما خدمت شما عرض میکنم. خداوند با فامیلشان با همه گیده پناه و حسمت خود نگاهشان کنه. دیگه میشه از قضا و قدر هم داد به هر حال. همین پروگرام شما واقعا یک پروگرام بسیار بسیار ملی افغانی و بسیار یک پروگرام واضح و روشن است و خداوند عالم شما را کم نکنه. همیشه همین ارشادات شما به اساس واقعیت ها هم در مسائل افغانستان و وطن و هم در مسائل بین المللی و اجتماعی بسیار ارزنده و با ارزش است و همیشه واقعیت ها را شما میگین. دیگه واقعا قابل افتخار هستین برای کل افغان ها. و یک نکته دیگر را معرض کنم خدمتتان، کمی صحبت های آقای معروف بسیار دقیق بود و با دلایل که اونا چی کردن ارائه کردن لازم نیست کار من اضافه تر به یک قسمت تشریحات بتم. واقعا اگر مؤسسات امنیتی امریکا میخواست که جلوگیری کنه با سوابق پیش از اونا موجود بود، به بسیار آسانی میتونست که از این واقعه ایران جلوگیری کنه. و شاید فرموده برادر ما هم آقای معروف شاید در خفا باز دسیسه های دیگه موجود باشه که در آینده شاید معلوم شود. و همچنان من میخواهیم که بگویم این باز برادران پیشتر هم برادر که به چوکات ادب صحبت نمیکرد، اقل علمه قدر عقل داره، تمیز داره، کمی صحبت هایی که صورت میگیره باز خصوصا در تیوی یا ارگان های نشراتی باید هم افت کلام اقل هم انسان ها باید مراعات کنه. چی کسیم یک انسانی بود که در ارتباط بمون چیهای برق کرد به از طریق بامیان تیر میسید و چی باز آمد گپای بسار مزخرف همه تو ده ای ماه مبارک رمضان همه تو کلام نامناسب به اصطلاح استعمال کرد و به اصطلاح گفتی ره خب مردم میشه خواهد گفت که به کل افغان ها برمیخوره، خواهد گفت خدا را خواسته کل افغان ها همه قدم مردم های لاول ابوی هست، در حال که خود از یک آدم آدم بسار بدبخت از خداوند دیر اصلاح کنه. دیگه وقت شما رو نمیدونم. شر زد تشکر صدیقی سپاس. یکان بار خیر شر خدا نمیدانیم چه اونا گفتن. ما یک مشکل بزرگ ما همی است که اگر انفرادی برای ما تلفن کنن خودم این تلفن دستی ما و من میشنوم خودم متاثر میشم، غمتان ما میوردارم. گفته بعضی ها چتی گویی یک نفر اگر شنیدم هم خب من متاثر میشم، فشار ما بالا میره، قلب ما ضربانش بالا میره. مگر در از این طریق اگر شما اول خو وقت ضایع میشه، دومی که بیشتری مردم میشنه اونا نارام میشن، یعنی به هزارها هزار آدم تلویزیون میبینن سراسر جهان اونا رو شما نارام میسازین. به اول لحاظ بعضی ها تلفون میکنه میگه فلانی آدم فلانی آدمی که ما رو میگه بسیار نارام میسازه، لطفا جلوگیری کنین چون ما هم اولاد داریم، خانه داریم، بعضی ما قلبای ما تا ضعیف است، یک غم و اندو داریم در افغانستان. باز از این طریق هم یک آدم میفاره میزنه جگرخون بود. بنان من مسئولیت دیگر هم دارم، تنها خود من نیستم. آنچه برای ما می فرمایین، میگین، انتقاد میکنین درست است، هیچ یک نفر متاثر میشه، مگر از این طریق با صدها آدم شما متاثر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. خطاب صاحب محترم ساعتان خوب است؟ خوب استین صاحب، خوش آمدین. خیر خیریت. آقای صفا هستین. خوب استین. صفا هستم. تشکر خانواده ان شاء الله. الحمدلله مهربان استین صفا صاحب. خطاب صاحب محترم، اوضاع بسیار بورانی است، تاثیرات خود سر سیاست آیندی آمریکا داره و مخصوصا در افغانستان. ما و شما خدا کنه که تاثیرات مثبت داشته باشه. عمل که شده قابل تقبیه است، ولی تسلیتم برای
آقای متین هم این ضروری است که آدم تسلیت بویه این خواسته نه او بوده و نه هیچ افغانه چون این خواسته نداشته. حتی فکر میکنم همون بچه در احساسات بوده باشه، شاید خواست خود از هم نبوده باشه، ولی احساسات این افراطی‌گری احساسات توأم ساختن با عقیده است. وقتی احساسات در عقیده داخل میشه آدم کنترل خود از دست میده و چنین اعمال روی میاره. اصلا جریان افراطی‌گری شروع میشه. خب جنگ عقیدتی بعد از جنگ امپراتوری عثمانی بعد از ختم میشه در جهان، ولی در یک جای شروع میشه که اسرائیلیا شروع میکنه به اشغال فلسطین. از اونجاست که عقاید جست و گریختی افراطی‌گری پیدا میشه. ولی قدرتمندا غربیا نمیخوایند که از عقیده افراطی‌گری در وقت استفاده بکنن. چرا؟ باید افراطی‌گری سوق داده میشد به طرف اسرائیل. ولی متاسفانه وقت روسا اشغال میکنه افغانستان، افراطی‌گری را غربیا برشان موقع مساعد میشه سوق میتن به طرف خود افغانا را. افراطی که ساختن در افغانستان افراطی‌گری هست، این خود غربیا افراطی ساختن مردم افغانستان به خاطر رسیدن به منافع خود که افراطی‌گری را در افغانستان ریشه اونجا بیاری کردند و علیه روسا سوق دادند. این بود که اون بدبختی شما و شما دیدیم در افغانستان نتایجش تا به امروز میبینیم. حالا مسئله دیگه میاییم که الو سفاس قطع شد صدای شما. یقینا ارشادات شما رو شنیدیم. خب همونطور که شما گفتین، نه آقای صدیق متین نه پسر از لحاظ زیر تاثیر رفتن احساساتی شدن، اینا در امریکا او را رادیکالایزد میگن، یک نفر رادیکالایزد میشه و نمیدانه که در موقعی چی کنه و چی میتونه از سر میزنه. اگر زنده بود در زندان میره و صاحب سالها ندامت میکشه. این آدم با مو خود از لحاظ دین اسلام بسیار در متن زندگی یا حیات پیغمبر اسلام بسیار واقعی رخ داده که او یک مثال بسیار خوب برای ما مردم شده. میتونه که اگر میخوایم فالوور یا پیغمبر اسلام رو تعقیب بداریم که اونا چی فرمودن و چی کردن، یکی از این خود صلح حدیبیه بود. در اونجا مسلمانان باید میامدن برای حج، برای مکه معظمه حج فرض شده بود، برای زیارت و کفار مکه و ممانعت میکرد. یک بار آمدن و صاحب از نصف را پس برگشتن که جنگ و مشاجره، و بار دوم حتی با احرام و با پوشیده آمدن در جوار مکه. در اونجا اونا گفتن که شما اجازه ندارین. در اینجا بود تعجب بود که پیغمبر اسلام در اونجا از امون فراست انسانی خود حتی استفاده کرد و در اونجا یک چی میگه تفهیم نامه بگویم یا صلح حدیبیه یک قرارداد امضا میشه و در اونجا یک نفر از اسمی از اونا دمی اسلام و زندگی آقای سیرت اسمشان رو بردن، زبانی از اون میگه کلالت زبان داشت، فرض کنیم به نوک زبان صحبت میکرد، به حدی آدم میگه زننده حرفای میزد برای پیغمبر اسلام که صحابه را میگم تو با جوش آورده بود که زبانی از این حضرت عمر رضی الله عنه میگه شمشیر خود کشید که پیغمبر امیر مرا بان که زبان زیر بکشم و به امره می شمشیر خود قطع کنم که دل ما یخ کنه که در برابر خودت حرفا را یادم بیان می داره. حتی اسم پیغمبر اسلام و بعیس پیغمبر و رسول خدا و اینا نمی نوشت، صرف نوشته کرد که محمد بن عبدالله بن میشه. پیغمبر امور هم بپذیرفت و برای حضرت عمر رضی الله عنه گفت که این زبان یک وقت به درد ما و شما میخوره. شما باور کنین ارشادات پیغمبر و حوصله پیغمبر در این راستا که همه میخواستن هجوم بیارن که برای پیغمبر چرا بی احترامی کرده، باز روزی شد که مکه فتح شد، باز امو آدم به اسلام رجوع کرد، اسلام آورد و بهترین مبلغ دین اسلام شد و برای حضرت عمر رضی الله عنه گفت که من نگفته بودم که این زبان اسلام میشه. یعنی ما مردم که پیرو پیغمبر هستیم، سنت پیغمبر
حدیث پیغمبر، آنچه پیغمبر اسلام فرموده و انجام داده او را باید داشته باشیم. در این کشور حوصله‌مند باید باشیم، برای همین درد و اندوهی که داریم غضب خدا باید بخوریم. مسلمان خوب امو است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه او از ما نیست، ایمان نداره کسی که قهر و غضب خدا فرو کشانیده نمیتانه، فرو کش نکنه غضب از او، قهر خدا ننشانه، از این نمیشه. یادم هم قهر شده و رفته سب در کلاب درای و بکوش هر کسه، او خو قهر بوده، یک نفری که قهر آلود میشه، غضب آلود میشه به هر علتی هست، در برابر یک کافر، در برابر یک دیسکو، در برابر یک محل که در اونجا اتا اینا میگن که می سید قطب شهید، یک شخصی بسیار شهیر گذاشتن، بهترین کتابای رو اونا نوشتن. اونا در مصر میگه یک وقتی که در دوران خود از اونا کاباره ها بود، در اونجا مردم شراب میخوردن و جمع میشدن و صاحب همی بلی دنسر رقص میکرد و دیگه، میگه سید قطب میگه در اونجا شما میدیدین داخل میشد. باز یکی برش گفته که خودت در اینجا یک عالم دین، خودت باید جایگاهت مسجد باشه. او گفت که مسجد خو همه برای عبادت می آید، اصلاح شده هستن، من در یک جای میرم که مردم به دین دعوت بدارم و همین بهترین جای است. یعنی جایی که آدم اونا را به دین اسلام دعوت می داشت، توفنگ را داشته اونا را کشتن. اسلام معرفی می داشت برای از اونا که اسلام چی میگوه، با اعمال، کردار، صبر و حوصله. همین است که ما متاسفانه از احساسات خام بی جا خلاف دین اسلام، خلاف سنت پیغمبر عمل میکنیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم، با اجازه شما بفرمایید. ما نظریات خود می خواهیم خدمت شما تقدیم کنیم راجع به فامیل محترم متین. من اولا شهادت حضرت شهادت عمر جان برای فامیل شان تسلیت میگم و برای شما همچنان. متاسفانه که بسیاری از افغانهای ما مثل دیگرها کورکورانه وقتی که چیز میشنون اونا قبول میکنن و فوری دوباره جو تبصیری نادرست میکنن. تا جایی که ما فکر میکنم اگر واقعا اینا مثل یک چیز با وقوع پیوسته باشه، باید کامرا ها میبود، حتما در اوجا کامرا در داخل در بیرون میبوده، باید که کامرا ها را باید نشان میدادن. و در پالوی از این موضوع که متاسفانه که انسان قربانی سیاست های جهان میشه، امروز اینمی حالت بالای مسلمان ها آمده در هر جای. البته شما دیدین واقعی که در فرانسه شد با وقوع پیوست و بسیار بزودی سرزازمش تصمیم گرفت و تیارهای خود به طرف سوریه روان کرد برای بمباردمان. این تمام موضوعات من فکر میکنم که ارتباط به این میگیره که باید مسلمان ها تحقیر شد و این بچه تا زندار اولادار چطور میتونه یک عمل انجام بده و در پلوی از او و دیروز یک اب میزنن و بعد از او علاوه میکنن که بچه خودش مفعول بود یا ایتو بود. این کلش تحقیر بر اسلام است، تحقیر بر مردم افغانستان است. من بسیار متاسفانه که باید این به ثبوت اثبات نشان میدادن که ما باید باور میکریم. دیگه وقت شما نمیگیرم، به خدای کریم اسپانم. درست فرمودید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب، من عبادالله تیموری هستم از شاه غیداباد، میخوام همراهی کنم. بفرمایید. خطاب صاحب شما خواهر تلویزیونایتان خوب است، هر گپایتان کل از دنیا افغانستان هندوستان. من 20 سال دین بودم، کدی کریم خان کار کردیم، همه اله خانه دارم، همه کل که تایید میکنم. مگم امی طلوع امی پره شاو دباری شما هم گفتد که تلویزیون زیادی خود خطاب صاحب خانم سایش همراهی طالبان طرفداری میکنه، این چه قسم هست؟ این طلوع را شما جوابش نداده. طلوع یک تلویزیون که افغانستان میگن قابله، در این باره معلومات بیتیم، هر ما خوبتر بچه. یکی خوب، اگر چیزی که ما میگیم همیتان میشنوین و پروگرام ما لایو است، در کل جهان پخش میشه. پروگرام تلویزیون طلوع حتی در شبکه های هارت برد در اروپا کس در ساتلایت نمیبینن، صرف در افغانستان و
و در امو محوطه جغرافیایی افغانستان چرو چپاول انداختن. و یک روز ما بالای شبکه های افغانستان بعض دوستا معلومات دارن سایبای از اینا که از کجا ریشه میگیره، کی برای از اینا پول میده، فعالیت های از اینا، خود اجندای سیاسی هر کدامی از اینا، از امی خود طلوع نیوز ایره همیشه ما برملا میکنم، بالایش ما میخوایم معلومات دارم و دارن که صحبت کنن که اینا کی هستن و چی کردن تا حال و چی میکنن و تأثیراتی از رو بالای مغز و افکار افغانا و دروغایی که در هر بخش اینا گفتن و ورونه نشان دادن بسیار چیزا را و تحت تأثیر همی چند تا قومندان سالار و تفنگ سالار ران اینا قرار دادن، یک چند تا جوان در جبهه روان میکنن برای جنگ، پول میتن در سرحد افغانستان بازور شهید است و حالا دول و نغره اولادای از اون از گرسنگی میمیرن و یک چند تا جوانه که مویایشان چرب میکنن و سر دریشگک های چینایی در جانشان کرده تربیه میکنن که از لحاظ تبلیغی مردم از زیر افکاری هم تو نادرست غلط وارونه نشان بتن. اولا میش دروغ است، در اینجا کجا میاد حرفایی را که بی ثبوت یک پسر تاجیکستانی را شانده سه تخته تخته گپ میزنه چرشه واره همی چیزای شما شنیدم، مگر یک ثبوت خوب باید باشه، یک برهان خوب باید در درونی از همی معلوم میشه که همه حرفا و راپورا از اینا را شما برین بشنوید. طالبان را گرفتن، عصبی ساختن، دروغ گفتن علیه از اونا، اونا خو یک گروپ انتحاری است، اونا رفتن سب خود صاحب طلو در دبی چکر میزنه، در اروپا بی طرف ساتیری با میلیون میلیون دلاری که از همین طریق دزدیده و برای مردم افغانستان دروغ میگه. ما مردم افغانستان هشدار میتون که اما قدری که طالب شما را به واهمه انداخته و یا امی حکومت افغانستان فساد داره و شما زیر یک سایه فساد به سر میبرین، امی تلویزیون ها هم دشمن عمیق شما و اولادای شما است. هر چیزی که اینا میگن دروغ است تقریبا، یعنی 90%. حتی بعضی فیلم ها را اینمی طلوع پخش کرده، مسخر دادم که دمو موتری را که طالبا استاد کرده بود در رای طالقان و بغلان و چند نفر شلیک میکنن، او یک آدم ریشی ساختگی داره و همینجا ثبت کردیم، او را ما پخش میکنم در پروگرام روز پنجشنبه و ما خبر شدم که در تاجیکستان این فیلم ها درست میشه، این کلیپ ها که رقم طالب یک چند نفر لنگوتا میپوشانن و ریش میزنن و سب یک چند خانم چادری پوش و یک طفل، اونمور شما ببینین که شلیک میکنه هیچ از بدن از اونها خون میاد دیگه میفتن. تو چی میگه مثل که برای یک صحنه فیلم یک چیزی رو درست میکنه و او را می اندازه که این طالب ها شلیک کردن و مردم را کشتن. ایره خب ما باید واقعیت بگویم برای مردم، در غیر از او بیلانس به هم میخوره و این مزدورای ناتو و این چند نفر وطن فروشی که از طریق شبکه ها دروغ میگن برای مردم افغانستان. درست است که یک شبکه فعال برای مردم میرسانه، خبررسانی هست و یک نعمت شده میتونه، مگر اگر برای مردم دروغگویی کنه، وطن فروشی کنه، اجتماع را زیر تاثیر قرار بده. و شما دیدین این راپورای از اینا که از هر محل اینا آوردن و برای ازیا سفارش میشه که اگر شما یک طالب کشتین بگه هزار تا ازیا، صد تا ازیا رو کشتین، و اگر اردوی افغانستان صدها تلفات داشت رو بعد دو تا و سه تا خلاصه بسازید، یکی و دو تا و سه تا نیست دیگه. وقتی یک شبکه قدر دروغگو باشه، بی مسئولیت باشه و در رابطه با ما شما هر کسی که دهن خود بکشه و هیچ ارزش نداره، یک پرکای ارزش نداره، چون تلویزیون شما هر کدام تان میشنوین، خصوصا برنامه سیاسیش به ما تعلق داره، کی اینجا از کسی دفاع کرده ناحق و کی برای کسی ترانه خوانده جز امی کسایی که باز قربانی شکی میته و بچه بیچاره بدبختی که در تلویزیون طلوع کار میکنه برای $200 و $300، باز اینا بدبخت ها راپوری از او را بسیار به افتخار میته که علی جان صاحب عکسش هم اندازه و عکس والدی از او را و خانمی از او را و اولادی از او را میشانه که یگانه ناناور خانه امی بود. امی آقایی که صاحب و مالکی از تلویزیون است در دیگه کشورها با سودگی میاسه و در فرحت و از اونجا امرو نهی میکنه تلویزیون خود میچلانه، این بدبخت خوب برای امی مامورین مستخدمین خود یک بودیجه داشته باشه
بالای از اونا پول میسازه، بالای از اونا کار میکنه، وقتی اونا بیمیرن دست خدا میندازه میکشن سه برین پلانتون باخ. با این پول گزافی که از مردم افغانستان در جیب از اینا میفت، از کشورهای دیگه به جیب از اینا میفت. کمی حد خدا اینا ای جاهلا باید بشناسن. او راپورتری که توتیوار یک کاغذ دستش میته و درست میگه هر بدی که میکنه، گله از منیجمنتی از این هاست، از همی کسایی که دستن در کاران همی تلویزیون هستن و با دوزادوزی آمدن و در این کشور از خیرات اشغال اینا یک چیز شدن، یک کمی جای خود بشناس. باز در جلوی مردم افغانی ما کدام چیز پت و پنهان ندارم که کی را به کجا دعوت میکن. ما با قیه افغانستان برتان میگم دروغی از یا اگر در سر را برابر میشه و روش میشه و گناه ما مردم نیست. لعنت به همین تو دروغ گویا. من هیچ لازم نیست که من از خود دفاع کنم. خود بیانات ما، پروگرام ما، مدافع ای تلویزیون هست و در پهلوی از او عاید و مصرف ما معلوم است. و بخور نمیر با یک چند پروگرام که بعضی ها خریداری کردن. یا همی سیدی قیمتین میامد از فلوریدا ساعتی 400 دلار سه ساعت می خریدن اینجا برنامه خود پخش میکرد و غم دیوران بود و خاکای از دست رفتی افغانستان یک دایی شریفانه را با پیش انداخته بود و برای این تلویزیون همی رو تمیل هم میکن. برادر همه تو دیگه همی کسایی که برنامه داره چون سادات صاحب یا فرض کنین یک چند تا ایرانی یک دیگه مجموعی همی عواید میه که همی چراغ همی تلویزیون روشن میمان دیگه. خب ما کدام عایدی ندارم، یا اعضای همی تلویزیون یا اعلانات هر کدام دست به دست کرده یک چیزی که این تلویزیون روشن باره و شریفانه ترین واقعیت گویان گوترین تلویزیون همی است. از این شما بهتر ندارین برین پیدا کنین برین. و دیگه خو رفتن برای چند تا قماندان سالار سجده کرد، سه چار جریب زمین هم نقلانه و شیرینی به دستشان داد و فرستاد که اینجا تبلیغ عطا محمد نور بکنه. یا در حدود دو لک دلار، دو نیم لک دلار به خانمان بدخشان در جیب خود زد. اگه او بسیار خوب از سوسای تلویزیون پیام افغان گفتی از یا طالبی معرفی است، باشه. هر کس دل شده هر نظری را که داره آزاد خلق شده، آزاد بیندیشه، آزاد بیمیره. مگر مثل شما وره برده همی تلویزیون هایی که در درون افغانستان است که زیر سلطه یک چند نفر در غلامی قرار دارین، چتلی دیگار میخورین، در رکاب دیگاه میدوین، برای مردمتان، برای ملتتان دروغ میگین به اشاره دیگاه. اگر او اصل باشه خور ما نفرت داریم از بنان همه طور است. دوستان عزیز بخشی دلم ما هیچی باکی ندارم، هیچ حراس در دل ما یک موی ما شنید ما میره. اما چی میگه برای ما هیچ معنا نداد و هیچ ما آزردم نشدم و ما هم میخوایم که تلویزیون تلورم برای شما معرفی کنم انشالله. همون مالک همی تلویزیون طرقی که آدم پولا را به دست آورده و تبلیغی را که رسانه ها میکنه، این دروغ گویی های از اینا و این کسایی که مرده، همی بدبخت هایی که موتر از اونا توسط طالب منفجر شد و از بین رفتن، اونها برن از اخی خود دفاع کنن، همی شبکه را قایم بگیرن. این خصول از قانون بین المللی است. وقتی در یک شبکه شما در یک موتر نقلی از اونا شما سفر میکنین، از دستگاه از اونا برآمدین و با پالیسی صاحب مالک تلویزیون تلور شما تلف میشین، حیف است برای شما. شما از حق خود دفاع کرده نتانین، باز برین استار شوین و مصاحبه میکنین یک نفر دیگر که حق مردم افغانستان. تعجب خواهد بود. ما از این بچگک های طلوع نیزم یا خواهش میکنم که کمی جای خود بشناسه مشاوره یک تلک باز بند میمانند، یک مصیبت هم فامیل عزادار میسازه. همه چیز به شوخی نگیرین بدبختا. به هر حال من اینجا بسنده میشیم دوستان عزیز، انشاءالله روز پنجشنبه خدمت شما خواهیم بود. از این طریق پروگرام تلویزیون پیام افغان روزه و نمازتان خداوند در درگاه خود قبول بوداره و ما همه را خداوند هدایت بوداره تا واقعیت گو باشیم، ایماندار باشیم، با خداوند بگیراییم، نه به دلار رو، به اشغال رو، به منصب ساختگی و
اقتداری که دیگه برای ماده گردن ما یوغی خودم مندازه و از ما استفاده میکنه. با ما خیلی خدای پامان.